خب، عرض سلام و احترام دارم خدمت همه دوستان. امروز در خدمتون هستیم با جلسه کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو، با حضور همکاران و مهمانان عزیز. در این جلسه من به ترتیب سخنرانها رو خدمتون عرض میکنم و اینکه بعد از این در خدمت سخنران ها خواهیم بود و با موارد بحثی که هست. سخنران ها آقای عباس منفرد برای بررسی هدف 8 از اهداف 17 گانه سند 2030 و مقایسه میکنن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آقای مصطفی منیری در خصوص حادثه پر ابهام کشتی سانچی و تبعات آن صحبت میکنن که این سخنرانی بخش دوم سخنرانیشون هست و دو ماه اخیر بکنم دو ماه گذشته سخنرانی بخش اولش رو داشتن. خانم مهناز ترابی با جوانان و معضل بیکاری در خدمتشون هستیم و خانم سمانه بیرژندی هم در خصوص تفکیک جنسیت دانشجویان صحبت میکنن و اینکه در آخر جلسه با بحث آزاد داریم با موضوع ارزش انسانی در همه جا. من مجددا عرض خوش آمد دارم خدمت همه دوستان. خب در خدمت آقای عباس منفرد هستیم، اگر که آمادگی دارن در خدمتشون باشیم با بررسی هدف 8 از اهداف 17 گانه سند 2030 یونسکو و مقایسه اون با قانون اساسی. ممنونم از شما آقای منفرد، در خدمت شما هست. عرض سلام و ادب دارم خدمت یکایک دوستان و حاضرین در جلسه. با بررسی هدف 8 از سند 20 یونسکو در خدمتتون هستم و ابتدا کلیات این هدف رو خدمتتون عرض می‌کنم و در ادامه به بررسی و مقایسه اون با قانون اساسی جمهوری اسلامی می‌پردازم. هدف 8 در بردارنده توسعه و رشد اقتصادی پایدار جامعه، استخدام کامل و بهره‌ور و ایجاد فرصت‌های شغلی برای همگان است. مهمترین اقداماتی که دولت‌ها باید برای تحقق این هدف انجام دهند بدین شرح است: حفظ و تداوم رشد سرانه اقتصادی بر مبنای شرایط ملی، به ویژه ارتقای رشد تولید ناخالص ملی به حداقل 7% در سال در کشورهای دارای پایین‌ترین سطح توسعه یافتگی، دستیابی به سطوح بالاتر بهره‌وری اقتصادی از طریق ایجاد تنوع تولید محصولات جدید و یا ایجاد فعالیت‌های تجاری نوین و استفاده از فناوری‌های بروز شده و نوآوری از جمله از طریق تمرکز بر بخش‌های دارای ارزش افزوده بالا که از نظر کاری و یا اشتغال نیروی انسانی پرفشار هستند. ترویج سیاست‌های توسعه محور که در حمایت از فعالیت‌های سودآور، تولید اشتغال شرافتمندانه، کارآفرینی، خلاقیت و نوآوری تدوین شدند و به ویژه از طریق دسترسی به خدمات مالی موجب شکل‌گیری و رشد فعالیت‌های تجاری خرد، کوچک و متوسط می‌شود. بهبود تدریجی کارایی منابع جهانی در حوزه‌های تولید و مصرف و تلاش برای جداسازی رشد اقتصادی از تخریب زیست‌محیطی در راستای چارچوب برنامه‌های 10 ساله مصرف و تولید پایدار در سایه رهبری کشورهای توسعه یافته تا سال 2030، دستیابی به اشتغال شرافتمندانه کامل و سودآور برای همه زنان و مردان از جمله برای جوانان و معلولان و همچنین تحقق پرداخت‌های مساوی برای فعالیت‌های کاری دارای ارزش یکسان تا سال 2030. برای بیان نقض این ماده و بیان نقض این مورد من مواردی رو خدمتتون عرض می‌کنم در انتها که ببینیم تا چه حد داره نقض میشه این موضوع. کاهش قابل ملاحظه تعداد جوانان بیکار دورمانده از تحصیل و یا هر گونه آموزش تا سال 2030. اقدام فوری و مؤثر برای ریشه‌کنی کار اجباری، پایان دادن به بردهداری نوین
و قاچاق انسان و ریشه‌کنی و ممانعت از بکار گرفتن کودکان به بدترین اشکال از جمله استخدام و استفاده از کودکان به عنوان سرباز و در نهایت پایان دادن به همه اشکال کار کودکان تا سال 2030. حمایت از حقوق کار و ترویج فضای کار امن و سالم برای همه کارگران از جمله کارگران مهاجر، به ویژه زنان مهاجر و افرادی که به مشاغل خطرناک اشتغال دارند. تدوین و اجرای سیاست‌هایی برای ترویج گردشگری پایدار که بتواند به تولید کار و ترویج فرهنگ و تولیدات محلی کمک کند. افزایش ظرفیت‌های مؤسسات مالی داخلی برای ترویج و ترغیب دسترسی به خدمات بانکی، بیمه و خدمات مالی برای همه. افزایش هر گونه کمک در جهت حمایت از تجارت در کشورهای در حال توسعه، به ویژه کشورهای دارای پایین‌ترین سطح توسعه یافتگی، از جمله در قالب برنامه چارچوب جامع ارتقا یافته در زمینه ارائه کمک‌های فنی تجاری به کشورهای دارای پایین‌ترین سطح توسعه یافتگی. تدوین و اجرای یک راهبرد جهانی برای اشتغال جوانان و اجرای معاهده بین‌المللی کار سازمان جهانی کار تا سال 2030. رشد اقتصادی به بیانی ساده عبارت از افزایش ظرفیت‌های اقتصاد کشور برای تولید کالا و خدمت یک دوره زمانی معین. اهمیت هدف هشتم از آنجایی است که تحقق سایر اهداف توسعه پایدار به طور مستقیم در گروه تحقق این هدف می باشد. کاهش رشد اقتصادی عوارض مختلفی در پی خواهد داشت که مهمترین آنها افزایش نرخ بیکاری، کاهش درآمد سرانه، کاهش درآمدهای دولت و افزایش فاصله با سایر کشورهاست. از طرف دیگر، رشد اقتصادی پایدار نباید به زیان محیط زیست باشد. به همین دلیل است که هدف 8 جدا شدن رشد اقتصادی از تخریب محیط زیست را مورد تاکید قرار می‌دهد. رشد اقتصادی و بیکاری رابطه مستقیم دارند. طبق آمار موجود، بیش از 200 میلیون نفر در سراسر جهان به ویژه جوانان بیکار هستند. اشتغال و رشد اقتصادی نقش مهمی در مبارزه با فقر دارند. در اسناد بین‌المللی حقوق بشر نیز توجه ویژه‌ای به این موضوع شده است. ماده 23 اعلامیه جهانی حقوق بشر حق بر برخورداری از شرایط کاری مناسب و مطلوب را مورد تاکید قرار می‌دهد. طبق این ماده، هر انسانی حق دارد که صاحب شغل بوده و آزادانه شغل خیش را انتخاب کند، شرایط کاری منصفانه مورد رضایت خیش را دارا باشد و سزاوار حمایت در برابر بیکاری است. هر انسانی سزاوار است تا بدون روا داشته هیچ تبعیضی برای کار برابر مزد برابر دریافت نماید. هر کسی که کار می کند سزاوار دریافت پاداشی منصفانه و مطلوب برای تأمین خیش و خانواده خیش موافق با حیثیت و کرامت انسانی بوده و نیز می بایست در صورت نیاز از پشتیبانی های اجتماعی تکمیلی برخوردار گردد. هر شخصی حق دارد که برای حفاظت از منافع خود اتحادیه صنفی تشکیل دهد یا به اتحادیه‌های صنفی بپیوندد. نقض این مورد رو ما توی تشکیل اتحادیه‌های صنفی معلمان می‌بینیم که تا سنوات گذشته اجازه احیای این اتحادیه‌ها یا صنف فرهنگیان وجود نداشت و الان در زمان حاضر هم می‌بینیم که افرادی که به عنوان هیئت امنای اصناف فرهنگیان قرار دارن متاسفانه به بدترین شکل ممکن باشون برخورد میشه. مواد 6، 7 و 10 میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی، ماده 27 کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت و کنوانسیون های سازمان بین‌المللی کار در خصوص حقوق بنیادین انسان ها در محیط کار نیز از جمله اسناد بین‌المللی حقوق بشری دیگر هستند که حق بر برخورداری از شرایط کاری مناسب و مطلوب را مورد تاکید قرار می‌دهند. ممنوعیت کار کودک نیز در ماده 32 کنوانسیون حقوق کودک و همینطور مقابل نامه شماره 182 سازمان بین‌المللی کار مورد تصریح قرار گرفته است. اصل 28 قانون اساسی ایران نیز می‌گوید که هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیز برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.
همچنین طبق اصل 29 برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کار افتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانه، نیاز به خدمات بهداشتی درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و غیره حقی است همگانی. دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای یک افراد کشور تأمین کند. اصل 26 نیز به آزادی سندیکاها اشاره می‌کند و می‌گوید که احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی، انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده آزادند، مشروط به اینکه اصول استقلال آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ کس را نمی‌توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت. علاوه بر این، در کنوانسیون‌های بین‌المللی به ممنوعیت بردهداری، کار اجباری و قاچاق افراد نیز اشاره شده است. مطابق با ماده 4 اعلامیه جهانی حقوق بشر، هیچ احدی نباید در بردگی یا بندگی نگاه داشته شود و بردگی و داد و ستد بردگان از هر نوع و به هر شکلی باید باز داشته شده و ممنوع شود. ماده 8 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده 34 تا 36 کنوانسیون حقوق کودک و ماده 6 کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان نیز به صراحت بر ممنوعیت بردهداری، کار اجباری و قاچاق افراد تاکید می‌کند. ماده 6 قانون کار نیز بردگی را ممنوع اعلام می‌کند که بر اساس بند 4 اصل 43 و بند 6 اصل 2 و اصول 19، 20 و 28 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اجبار افراد به کار معین و بهره کشی از دیگران ممنوع و مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود و همه افراد هم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و هر کس حق دارد شغلی را که به آن مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیز برگزیند. حقوق برابر برای زنان در رابطه با اشتغال و ممنوعیت تبعیض جنسیتی در حقوق کار موضوع دیگری است که در ماده 11 کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان و همچنین مقابل نامه‌های شماره 100 و 111 سازمان بین‌المللی کار به روشنی مورد تاکید جامعه بین‌المللی قرار گرفته است. اصل 20 قانون اساسی ایران بیان می‌دارد که همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند. اصل 21 نیز حقوق زن را مورد تاکید قرار داده و می‌گوید که دولت موظف از حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین کند و زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او را ایجاد نماید. به طور خلاصه میتوان گفت که روش‌های اصلی دستیابی به هدف 8 عبارتند از ترویج رشد اقتصادی پایدار، بهبود بهره‌وری منابع در تولید و مصرف، اشتغال کامل و کارآمد و کار مناسب برای همه، ریشه‌کن کردن کار و قاچاق اجباری و قاچاق اجباری کودک، حفاظت از حقوق کارگران از جمله کارگران مهاجر و در نهایت افزایش دسترسی به خدمات مالی. برای این مورد که من خدمت شما عرض کردم، با توجه به ضیق وقتی که ما داریم، من مواردی رو که به صورت واضح و مشهود توی کشورمون داره اتفاق میفته، من آمار رو خدمت رو عرض میکنم که ببینیم تا چه میزان طبق این اصل و بند که عدم تبعیض بین دو گروه آقایان و خانمان نباید باشه و هیچ کس هیچ برتری نسبت به دیگری نداشته باشه. تازه ترین گواه این گونه تبعیض ها رو میتوان در جلسه ای که استاندار خراسان شمالی داشتن و به گمان اینکه میکروفون خاموش است به شخصی که در کنارشان نشسته بود گفت به این زنها رو بدهید کل کشور را تصرف میکنن. جلسه را نگاه کن، 70% خانم ها هستن. این صحبت یکی از مسئولین کشور در خصوص میزان
موفقیت خانم ها در تصدی مسئولیت های جامعه. ما میان نگاه میکنیم میزان پذیرفته شدگان کنکور سراسری در سال 1400 به تفکیک 54.45% خانم ها، 45.55% آقایان. این خود گواهی است که خانم ها در صورت اینکه شرایط برابر حاصل شود میتوانند توانمندی های خود را به بهترین شکل شکوفا کنند و در ارتقاء جامعه بسیار مفید واقع شوند. ما این رو در نظر میگیریم، میبینیم که چه میزان ورودی به دانشگاه ها هم وجود داره و خانم ها برای اینکه ارتقای سطح علمی خودشون رو داشته باشن تلاش میکنن و ورود به دانشگاه پیدا میکنن، ولی خروجی که از دانشگاه اتفاق میفته و ورودی که به بازار کار اتفاق میفته، طبق آماری که در سال 98 عنوان شد، سهم خانم ها در بازار کار رو بررسی میکنیم، در بین جمعیت 24 میلیونی شاغل 20 میلیون و 331 هزار نفر را آقایان و 4 میلیون و 420 هزار نفر را خانم ها تشکیل میدهند. بر طبق این آمار سهم آقایان از اشتغال 82% و سهم خانم ها 18% تشکیل میدهند. تفاوت بسیار فاحش که به هیچ گونه با میزان ورودی دانشگاه ها که خدمتتون عرض کردم مطابقت نمی کند و بیانگر تضییع آشکار حقوق بانوان است. مورد دیگه که من خدمت شما باید عرض کنم، بررسی اجمالی تر هدف هشتم با دید و نگرش بینانه، دستیابی به اشتغال شرافتمندانه کامل و سودآور برای همه زنان و مردان، از جمله برای جوانان و معلولان، و همچنین تحقق پرداخت‌های مساوی برای فعالیت‌های کاری دارای ارزش یکسان تا سال 2030. سالیان سال است که زنان دوشادوش مردان در جامعه نقشی پررنگ بر عهده دارند و توانستن در دنیای شغل و فعالیت با تاثیرگذاری بر رشد و توسعه اقتصادی جایگاه مطمئنی در سراسر دنیا برای خود ایجاد کنند. هرچند از نظر میزان درآمد و مزایای شغلی همچنان چندین قدم از مردان عقب تر مانده و شرایط برابری با مردانش ندارند. مواردی همچون دستمزد، زنان نه تنها از محدودیت‌های فضای کاری رنج می‌برند، بلکه نابرابری حقوق و مزایا با وجود کار یکسان دردی است که برای آنان بسیار آزاردهنده است. هرچند زنان نیز برای ورود به عرصه کار و رفع نیازهای مادی خود مجبور به تن دادن به نابرابری‌های شغلی چون دریافت دستمزد پایین‌تر بودند و همین امر با گذشت زمان به رویه عادی تبدیل شده است. پرداخت دستمزدها و مزایای کمتر به زنان شاغل، آن هم در شرایطی که شاهد افزایش حقوق زنان تحصیل کرده در جامعه هستیم و این مسئله با کمبود اشتغال نیز همراه شده است، همگی منفعت بیشتری را نصیب سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و خصوصی می‌کند، موضوعی که در این حال باعث سرخوردگی و ناکامی زنان شاغل می شود. از طرف دیگر، عدم وجود فضای عادلانه برای کار و پیشرفت موجب گسترش تبعیض و ادامه مشکلات زنان نیازمند شغل در جامعه می شود. البته می توان از نگاه دیگری به این موضوع نیز نگاه کرد، موضوعی که کارگران و قشر متوسط جامعه بیشتر وجود دارند. زنانی هستند که پا به پای مردان در کارخانه ها، کارگاه ها و شرکت های مختلف کار می کنند، در صورتی که میزان درآمد آنها با همان کاری که مردان کنارشون انجام می دهند یک اندازه نیست. بسیاری از زنان سرپرست خانواده هستند و متاسفانه باید با درصد قابل توجهی دستمزد کمتر یک تنه خانواده را بچرخانند و در کنار آنها به وظایف مادری خود نیز برسند. در اون آماری که خدمتتون عرض کردم تفاوت فاحش رو دیدیم در میزان جذب نیرو و اینجا هم میبینیم در میزان پرداخت دستمزدها، که در پرداخت دستمزدها هم متاسفانه اجحاف بزرگی در حق بانوان کشورمون میشه. دستمزد زنان در ایران مانند سایر نقاط جهان کمتر از مردان است. این تفاوت تبعیض‌آمیز در بخش دولتی و خصوصی نمود متفاوتی دارد. در بخش دولتی بخش‌هایی از دستمزد مثل حق عائله‌مندی، اضافه کاری، حق مأموریت و غیره برای زنان کمتر از مردان است و در بخش خصوصی نیز به طور مشخص و محسوس دستمزد مردان بیشتر از زنان است.
بزرگترین سایت استخدامی ایران اولین گزارش سراسری حقوق و دستمزد کشور را در مرداد ماه سال 93 منتشر کرد. این گزارش نتیجه ارزیابی دستمزد ماهانه 29 هزار نفر از جامعه متخصصان کشور در بهمن ماه 92 بود و هدف آن آگاهی کارآفرینان، مدیران و کارشناسان از میزان حقوق و دستمزدهای رایج در گروه‌های شغلی بوده است. در این گزارش میزان دریافتی ماهانه متخصصان و مدیران کشور در 23 گروه شغلی به تفکیک سابقه کار بر عده سازمانی ارائه شده است. همچنین تأثیر نوع شرکت، تحصیلات و نوع دانشگاه بر دریافتی شاغلین ارزیابی شده است. از مهمترین نتایج به دست آمده پایین بودن حقوق خانم‌ها نسبت به آقایان است. آمارها در تهران حاکی از آن است که خانم‌ها در سمت‌های مشابه با آقایان به طور میانگین 23% حقوق کمتری دریافت می‌کنند. به گفته برخی مدیران از جمله دلایل این تفاوت مذاکره بیشتر آقایان در مورد سطح درآمدشان و یا در بعضی موارد ساعات حضور بیشترشان در محل کار است. موضوع بعد سمت یا پستی که شخص میخواد اونو تصدی کنه. باید این موضوع رو نیز در نظر گرفت که زنان با وجود تمام تلاش هایی که برای کسب مدارج بالا می کنند. جناب منفرد عذرخواهی می کنم. امکانش هست 3 دقیقه جمع بندی بفرمایید؟ ممنون میشم. دلیل همه این مشکلات ما در آموزش نابرابر در میان دو جنس به کسب دانش، تخصص و مهارت‌های غیر همسط می انجامد. از آنجا که زنان به طور تاریخی و سنتی مسئول کار خانگی، تربیت فرزندان یا مراقبت از سالمندان شمرده می شوند، بنابر فشارهای هنجارهای جامعه وادار می شوند که برای ساعات مشخص و کوتاه‌تری کار کنند، کمتر دور از محیط خانواده باشند و یا مأموریت‌های کمتری را بپذیرند. خشونت‌های جنسی محوری که زنان در محل کار با آن مواجه می‌شوند، این خشونت‌ها باعث می‌شوند که زنان مایل نباشند در محیط‌های جدید مشغول به کار شوند یا به دستمزد پایین رضایت بدهند. اما در جایی که احساس امنیت بیشتری دارند، کار کنند. مجموعه این عوامل باعث می‌شوند که زنان یا به اندرونی رانده شوند و به ایفای نقش سنتی خانه‌داری و مادری بسنده کنند یا جذب مشاغل اقتصادی غیر رسمی شوند و یا در نهایت در صورت داشتن شغل مناسب به دستمزد و مزایای نابرابر تن دهند. این مواردی بود که خدمت دوستان گفتم، موارد بسیار هست و میتوان ساعت‌ها بهش پرداخت، ولی که به دلیل ضیق وقت سر دوستان رو درد نمیارم و امیدوارم در سال جدید که در آستانش هستیم بتونیم شاهد افق‌های روشنی برای بانوان کشورمون باشیم. سپاس از شما. ممنونم آقای منفرد عزیز، به نکات خیلی خوبی اشاره کردید، به خصوص در مورد سند 2030 یونسکو، به خصوص هدف هشتمش که برای کشور ما اینقدر حائز اهمیته که خب الان تماما بندها رو که داریم میخونیم میبینیم که درگیر تمام مردم درگیر این موضوعات هستن، بحث اقتصادی، بحث شغلها و اشتغال زایی هایی که خب هر روزه داره به جمع بیکارها اضافه تر میشه یا تحصیل کرده هایی که وارد جامعه میشن و با معضل بیکاری مواجه میشن که حالا امروز خانم ترابی عزیز هم احتمالا در موردش صحبت خواهد کرد، ولی واقعا یک ایراد بزرگی که در مدیریت جمهوری اسلامی ایران وجود داره اینه که ما در رشد اقتصادی نمره منفی داریم، از طرفی میایم در مورد بیکاری که خب داریم میبینیم این شکلیه و اشتغال زاییمون خیلی ضعیفه، اصلا برنامه ای نداریم برای اشتغال زایی. آمارهای بیرون میاد از طرف مسئولین دولت، ولی خب متاسفانه آمارهایی که کاملا واهی و دروغینه.
مرسی از شما. اگر دوستان در مورد صحبت‌های آقای منفرد و موضوعی که صحبت کردن میخوان چیزی رو اضافه کنن یا موضوعی قابل بحث هست، خوشحال میشیم که در خدمتتون باشیم. آقای منیری عزیز، دستتون بالاست، بفرمایید، ما در اختیار شماست. مرسی. اول از همه که سلام عرض میکنم خدمت همه همکاران عزیز. من اتفاقا میخواستم یه نکته رو به صحبت های منفرد اضافه بکنم. سال 2019 این خبر منتشر شده بود که فکر کنم دبیر ستاد امر به معروف بود، میگفت که 60% اساتید زن مجرد هست. این یکی از نشانه های استقلال پیدا کردن خانم ها بود و باعث نگرانی شده. سال 2014 هم یه بحثی شدیداً بالا گرفته بود، اون هم این بود که از شرایط هیئت علمی شدن دانشگاه ها برای خانم ها حتما مزدوج بودن هست، متأهل بودن اونها بوده. من میخواستم این نکته رو بگم که جمهوری اسلامی انقدر به خانم ها فشار میاره و انقدر در حقشون اجحاف میکنه که خیلی از خانم ها واقعا توی بحث ازدواج، حتی که توی بحث ازدواج خانم هایی که به استقلال میرسن دیگه حاضر نیستن، از لحاظ مالی عرض کانفرمن دیگه حاضر نیستن زیر بار این اجحاف برن و خیلی هاشون مجرد میمونن. همونطوری که اگر عرض کردم نگاه بکنیم، خب ما اساتید دانشگاه رو کسانی میدونیم که از لحاظ مالی مستقل هستن و همچنین آگاهی بالایی دارن. این دقیقا میتونیم بفهمیم که اونهایی که این قدرت رو داشته باشن به هیچ عنوان زیر بار این ظلمی که در حقشون میشه نمیرن. مرسی بابت وقتی که بنده دادید. ممنونم از شما آقای منیری عزیز، به نکته خیلی خوبی اشاره کردید. دوستان صحبت دیگه هست در خصوص موضوع هدف هشتم، بررسی هدف هشتم؟ اگر نیست که به موضوع بعدی بپردازیم، ولی لازمه که من یه نکته رو اشاره کنم. ما آقای امیرحسین کریمی خب سخنران اولمون بودن بابت اینکه قرار بود گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق جوان دانشجو در اسفند ماه 1400 برام قرارت کنن و خب خوشبختانه خب مشکل اینترنت داشتن ولی تونستن خودشون رو برسونن. اگر که آماده هستن در خدمتشون باشیم و ما گزارش و تحلیل رو هم بشنویم ممنون میشم. مرسی از شما. مایک در اختیار شماست آقای کریم. سلام، عرض ادب دارم خدمت همه همکاران عزیز و حاضرین در جلسه. با گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق بشر در اسفند ماه 1400 در خدمتتون هست. سبک اردفشاری روز شنبه 25 دی ماه 1400 طی ابلاغیه‌ای از محرومیت خود از ملاقات مطلع شد. این محرومیت به مدت 2 هفته و با حکم شورای انضباطی صورت گرفته. خانم کردفشاری مدتی قبل به دلیل اعتراض به نبود آب جوش برای استفاده زندانیان توسط شورای انضباطی زندان به مدت 3 ماه از اعزام به مرخصی محروم شد. پیشتر یک منبع مطلع در این خصوص به هرانا گفته بود در تاریخ 14 دی ماه پیش از اتمام زمان ملاقات تلفن کابین ملاقات سبا کردفشاری را قطع کردند و این مسئله باعث اعتراض سبا و پدرش. خانم کردفشاری به نشانه اعتراض و با درخواست خداحافظی با پدرش حاضر به ترک سالن نمی شود. اما ماموران گارد زندان به ریاست فردی به نام رشوندی اقدام به هل دادن پدر او کرده و با بی احترامی از سالن بیرونش کرده و تهدید می کنند. نهایتا معاون زندان فردی به نام متهنی سبا رو تهدید و به محرومیت از ملاقات میکنند. روز گذشته بدون آنکه حتی اجازه خواندن ابلاغیه‌ای به او بدهند از ممنوعیت 2 هفتگی خود از ملاقات مطلع میشود. سبا کردفشاری فعال مدنی و از مخالفان حجاب اجباری در حالی که بهمن ماه 97 پس از محکومیت پیشین خود از بند زنان زندان اوین آزاد شد، در تاریخ 11 خرداد 98 مجدداً توسط نیروهای امنیتی در منزل بازداشت و مدتی بعد با پایان بازجویی‌ها به زندان منتقل شد.
او نهایتا در تاریخ 5 شهریور ماه 98 توسط شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری از بابت اتهام اشاعه فساد و فحشا از طریق کشف حجاب و پیاده روی بدون حجاب به 15 سال حبس تعزیری، از بابت اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به 1 سال و 6 ماه حبس تعزیری و از بابت اتهام اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور به 7 سال و 6 ماه حبس تعزیری و در مجموع به 24 سال حبس تعزیری همراه با محرومیت های اجتماعی دیگر محکوم شد. به دلیل تعدد جرائم و سابقه قبلی به میزان 1/2 به هر یک از اتهامات اضافه شد. از این میزان 15 سال زندان به عنوان مجازات اشد در خصوص وی قابل اجرا بود. محکومیت سبا کردفشاری نهایتاً با اصلاح تخلف صورت گرفته قضایی در دادرسی که باعث افزایش 2.5 برابری میزان محکومیت قابل اجرای او به 15 سال حبس شده بود و همچنین با اعمال قانون کاهش مجازات 7 سال و 6 ماه زندان برای وی قابل اجرا خواهد بود. خانم کردفشاری در تاریخ 19 آذر ماه 99 در حالی که دوران محرومیت خود را در بند زندان زنان اوین سپری می‌کرد به زندان قرچک ورامین تبعید شد. سبا کردفشاری متولد 16 تیر ماه 1377. این خبر مغایرت دارد با ماده 1 همه در برابر قوانین برابرند، ماده 6 اعلامیه جهانی حقوق بشر احترام به ارزش انسانی، ماده 7 اعلامیه جهانی حقوق بشر همه در برابر قانون مساوی هستند، ماده 8 اعلامیه جهانی حقوق بشر رعایت حقوق انسانی توسط قانون، ماده 9 اعلامیه حقوق جهانی بشر عدم توقف و حبس غیر قانونی و ماده 10 اعلامیه جهانی حقوق بشر حق محاکمه قانون. به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از کوردپا، شامگاه دوشنبه 2 اسفند ماه 1400 بر اثر انفجار مین بر جای مانده از جنگ ایران و عراق در مرز شوشمی واقع در 901 کولبر به شدت زخمی شد. هویت این شهروند ارکان محمودی 25 ساله فرزند بهرام اهل روستای میر عبدلی در بخش باینگان شهرستان پاوه عنوان شده است. این کولبر ناحیه که از ناحیه پای راست به شدت محروم شده مجروح شده جهت مداوا به بیمارستان قدس پاوه اعزام و همکنون تحت مراقبت های ویژه پزشکی است. مین های برجای مانده از دوران جنگ همه ساله موجب مرگ و مسمومیت تعدادی از هموطنان در مناطق مرزی می شود. در حدود 42 هزار کیلومتر مربع از اراضی ایران آلوده به مین های به جامانده و عمل نکرده جنگ ایران و عراق است. جمهوری اسلامی نیز همچنان به تولید و کاشت مین‌های ضد نفر ادامه می‌دهد و برخلاف مقاله‌نامه‌های بین‌المللی معتقد است استفاده از این مین‌ها تنها راه مؤثر برای تأمین امنیت مرزهای طولانی این کشور است. بر همین اساس بخش‌هایی از مرزهای ایران با افغانستان، پاکستان و عراق مین‌گذاری شده است. در جریان درگیری‌های دهه 1360 در کردستان هم بسیاری از اراضی این منطقه مین‌گذاری شده است. این خبر مغایرت دارد با ماده 3 حق حیات، ماده 25 حق خوراک، مسکن و مراقبت‌های پزشکی و اجتماعی و ماده 28 حق دنیای آزاد و زیبا. بر اساس یک گزارش آقای تکوک توسط شعبه اول دادگاه انقلاب شهرستان کرمانشاه به اتهام تبلیغ علیه نظام به 1 سال حبس و به اتهام توهین به رهبری به 16 ماه حبس تعزیری محکوم شد. در صورت تایید این حکم با استناد به ماده 134 قانون مجازات اسلامی مجازات اشد یعنی 16 ماه حبس در خصوص وی قابل اجرا خواهد بود. این حکم روز شنبه 30 بهمن ماه پس از مراجعه به دادگاه انقلاب کرمانشاه رسما به وی ابلاغ شده است. کامران تکوک روز چهارشنبه 22 دی ماه امسال پس از احضار به سازمان اطلاعات سپاه این شهر بازداشت و به بازداشتگاه این نهاد امنیتی منتقل شد. کامران تکوک نهایتاً پس از 5 روز بازداشت روز 27 دی ماه با تودیع قرارداد وثیقه 500 میلیون تومانی از زندان دیزل آباد کرمانشاه به شیوه موقت و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد. این خبر مغایرت دارد با ماده 1 همه در برابر قانون برابرند، ماده 6 احترام به ارزش انسانی، ماده 7 همه در برابر قانون مساوی هستند، ماده 8 رعایت حقوق انسانی توسط قانون، ماده 9 عدم توقیف و حبس غیر قانونی و ماده 10 حق محاکمه قانونی.
بازداشت کوتاه مدت دو شهروند توسط نیروهای امنیتی در سنندج. روز دوشنبه 2 اسفند ماه یک زوج ساکن سنندج در حین پخش تراکت و پوسترهای ویژه روز جهانی زبان مادری توسط نیروهای امنیتی بازداشت و ساعتی بعد آزاد شدند. به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از کوربا، امروز دوشنبه 2 اسفند 1400 یک زوج جوان در سنندج توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. در این گزارش هویت آنها پیام میری 36 ساله و واران محمد نژاد 30 ساله اهل روستای تنگیسی و ساکن سنندج عنوان شد. بر اساس این گزارش دو شهروند مذکور از اعضای فعال انجمن فرهنگی اجتماعی نوژین هستند و در عین پخش تراکت و پوسترهای ویژه روز جهانی زبان مادری در یکی از خیابان‌های سنندج بدون ارائه حکم قضایی توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. آنها پس از 4 ساعت بازجویی ساعت 22 شامگاه روز دوشنبه دوم اسفند ماه آزاد شدند. این خبر مغایرت دارد با ماده 18 حق آزادی عقیده و ماده 19 حق آزادی بیان. دادگاه تجدید نظر حکم حبس و ضبط تلفن همراه شیوا خلیلی شهروند بهایی را تایید شد. حکم حبس و ضبط تلفن همراه شیوا خلیلی شهروند بهایی ساکن بابل توسط دادگاه تجدید نظر استان مازندران تایید شد. وی پیشتر توسط دادگاه انقلاب بابل به 1 سال حبس تعزیری و همچنین ضبط گوشی تلفن همراه تحت عنوان آلت جرم محکوم شده. به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، حکم صادره علیه شیوا خلیلی شهروند بهایی توسط شعبه دوم دادگاه تجدید نظر استان مازندران عیناً تایید شد. این شهروند بهایی ساکن بابل پیشتر توسط شعبه اول دادگاه انقلاب این شهر از بابت اتهام تبلیغ علیه نظام به استناد ماده 500 قانون مجازات اسلامی به 1 سال حبس تعزیری و همچنین ضبط گوشی تلفن همراه به عنوان آلات جرم محکوم شده بود. خانم خلیلی روز سه‌شنبه 25 آبان ماه در پی احضار تلفنی به شعبه 1 بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب این شهر بازداشت و 1 روز بعد با تودیع قرار وثیقه آزاد شد. جلسه رسیدگی به اتهامات مطروحه علیه شیوا خلیلی در تاریخ 22 آذر ماه در شعبه اول دادگاه عمومی و انقلاب بابل برگزار شد. اسکار تامپسون مسئول روابط خارجی مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در رابطه با این خبر گفت این سازمان به شدت اعمال تبعیض آمیز علیه اقلیت‌های مذهبی در ایران را محکوم می‌کند. ما از ایران می‌خواهیم که گام‌های مشخصی بردارد تا اطمینان حاصل شود که ایرانیان به خصوص شهروندان بهایی می‌توانند از آزادی‌های مذهبی از جمله انجام آزادانه امور مذهبی مورد نظر خود برخوردار شوند. شهروندان بهایی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند. این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده 18 اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده 18 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد. بر اساس منابع غیر رسمی در ایران بیش از 300 هزار شهروند بهایی وجود دارد، اما قانون اساسی ایران فقط اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتیگری را به رسمیت شناخته و مذهب بهاییان را به رسمیت نمی‌شناسد. به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهاییان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است. این خبر مغایرت دارد با ماده 9 عدم توقیف، حبس یا تبعید غیرقانونی و ماده 18 حق آزادی عقیده. کودک همسری ثبت 299 ازدواج بین سنین 10 الی 19 سال در شبسر از ابتدای سال. رئیس اداره بهزیستی شبسر از وقوع 58 فقره ازدواج کودکان در سنین 10 الی 14 سال و 241 مورد ازدواج در سنین 14 الی 19 سال در 10 ماه ابتدایی امسال در شهرستان شبستر خبر داد. آسیب‌های جسمی و روانی ناشی از ازدواج در دوران کودکی ضربات جبران ناپذیری را بر زندگی این کودکان وارد می‌کند.
بارداری های زیر 18 سال، مرگ و میر مادران، افسردگی، اقدام به خودکشی، طلاق، بازماندن از تحصیل و پایداری چرخه فقر فرهنگی و اقتصادی از جمله این آسیب هاست. به گزارش خبرگزاری هرانا، به نقل از مهر، رئیس اداره بهزیستی شبستر در خصوص آمار کودک همسری در این شهر آماری را ارائه کرد. احد نریمانی به پدیده کودک همسری در منطقه اشاره کرد و گفت آمار ازدواج در 10 ماه اول سال جاری 698 مورد بوده که متاسفانه از این تعداد 58 فقره ازدواج در سنین 10 الی 14 ساله اتفاق افتاده و 241 فقره ازدواج در سنین 15 الی 19 ساله اتفاق افتاده و پیشترین کودک همسری در بخش صوفیان بوده است. و همچنین با بیان اینکه وضعیت خودکشی در شهرستان شبستان نگران کننده است، افزود در پدیده خودکشی باید به دنبال علت‌ها گشت. متأسفانه در سال‌های اخیر به دلیل متعدد از جمله افزایش مشکلات اقتصادی، افزایش اضطراب بین افراد جامعه، شاهد گسترش نگران کننده این پدیده شوم بوده. و افزود بر اساس آمار موجود در ده ماه اول سال جاری 150 نفر اقدام به خودکشی کرده که از این تعداد 7 نفر در شهرستان شبستر به راه‌های مختلف به زندگی خود پایان دادن. رئیس اداره بهزیستی که در کارگروه تخصصی امور اجتماعی، فرهنگی، سلامت زنان و خانواده شهرستان شبستر سخن میگفت اضافه کرد شهرهای شبستر، سیس، شنگاباد و روستاهای دیزج خلیل و سرکندیج از مناطق پرخطر در افکار خودکشی هستند. آسیب‌های جسمی و روانی ناشی از ازدواج در دوران کودکی ضربان جبران‌ناپذیری را بر زندگی این کودکان وارد می‌کند. این ماده مغایرت دارد. این خبر مغایرت دارد با ماده 4 بردهداری ممنوع و ماده 6 ارزش انسانی در همه جا. میثم کاظمی به 22 ماه حبس تعزیری محکوم شد. میثم کاظمی شهروند اهل بهبهان توسط شعبه 1 دادگاه انقلاب بندر ماهشهر به 22 ماه حبس تعزیری محکوم شد. 2 هفته از این حکم به حالت تعلیق درآمده است. در صورت تایید این حکم در مرحله تجدید نظر 1 سال و 3 ماه حبس تعزیری در خصوص او قابل اجرا خواهد بود. به گزارش خبرگزاری هرانا، میثم کاظمی شهروند اهل بهبهان توسط دادگاه انقلاب بندر ماهشهر به حبس محکوم شد. بر اساس این حکم که توسط شعبه 1 دادگاه انقلاب بندر ماهشهر صادر و به وکیل مدافع این شهروند ایمان سلیمانی ابلاغ شده، میثم کاظمی از بابت اتهامات تبلیغ علیه نظام و به نفع گروه‌های معاند نظام و توهین به رهبری به مجموعاً 22 ماه حبس تعزیری محکوم شده است. همچنین 7 ماه و 2 هفته از این حکم به حالت تعلیق درآمده است. در صورت تایید این حکم در مرحله تجدید نظر 1 سال و 3 ماه حبس تعزیری در خصوص او قابل اجرا خواهد بود. جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات آقای کاظمی در تاریخ 25 بهمن ماه 1400 در شعبه اول دادگاه انقلاب بندر ماهشهر برگزار شده بود. این خبر مغایرت دارد با ماده 19 حق آزادی بیان و ماده 20 حق آزادی تجمع و تظاهر. خبرها خیلی زیاد بود و به خاطر محدودیت در وقت مجبور بودیم که چند تا از گزیده خبرها رو بخونیم. ممنونم که گوش فرا دادید. من مایکرام میکنم. مرسی. ممنونم آقای کریمی عزیز. من فقط به صحبت‌های آقای کریمی، به خبرهایی که اشاره کردم بهشون، چند تا خبر دیگه میخوام اضافه کنم. در خصوص شهره حسینی که مرخصیش تموم شد و برگشت به زندان اوین، چون به خاطر کرونا مرخصی گرفته بودن. همینطور که میدونید خانم شهره حسینی مترجم و فعال مدنی بودن. همینطور خانم هستی امیری، خب ایشون هم فعال دانشجویی بودن در دانشگاه علامه طباطبایی که ایشون رو هم خب فکر کنم 1 سال، اگه اشتباه نکنم 1 سال حکم حبس براشون، حبس تعزیری براشون صادر کردن. جرمش هم تبلیغ علیه نظام بوده و
فعالیت تبلیغ علیه نظام. همچنین خانم سبا کرده‌افشاری هم ایشون خب از دوم اسفند ماه از زندان مرخصی بودن، در مرخصی بودن و 23 اسفند ماه ایشون رو هم برگشتن به زندان. و همچنین آقای محمد نژاد، ایشون هم مهداد محمد نژاد، ایشون رو هم بازداشت کردن و خب معلوم نیست الان کجا هست، هیچ اطلاعی ازش نیست. ایشون از زندانی‌های سابق بودن که زندان سیاسی سابق بودن که توی خونه خودشون بازداشت شده. یه مورد بازداشت دیگه هم که داشتیم آقای محمد صدیق عزیزی بود از شهروندایی که اهل اشنویه بودن. ایشون خب در حین دوران سربازی خودش در توسط اطلاعات ارتش بازداشت میشه و بعدش میفرستنش به زندان و ایشون حالا از زندان هم باز به یه مکان دیگه بردنش که معلوم نیست و هیچ اطلاعی هم در دست نیست در موردش. خانم پردیس ربیعی که دانشجو دانشگاه خوارزمی بودن بازداشت شدن و ایشون هم هنوز هیچ دلیل و هیچ مدرکی برای اینکه چرا بازداشت شده و کجا نگهداری میکنن ازش هیچ اطلاعی در دست است. من فقط خواستم همین موارد رو اضافه کنم به صحبت‌های آقای کریمی عزیز. ممنونم از شما. اگر صحبت دیگه ای هم هست ممنون میشم که دوستان دستشون بالا ببرن، من مایکرو در اختیارشون قرار بدم. خب بنابراین من بدون فوت وقت به سراغ سخنران بعدی میرم، آقای مصطفی منیری در خصوص حادثه پر ابهام کشتی سانچی و تبعات آن، که اگه خاطرتون باشه کشتی سانچی بعد از غرق شدن خیلی هم از طرف جمهوری اسلامی ایران خبرهای ضد و نقیضی در موردشون درز پیدا کرد و از طرفی حکم نامه فوت، نامه همشون صادر کردن، گواهی فوتشون رو صادر کردن و بعد از طرفی چند وقت پیش دادگاه حکم گواهی فوتشون رو باطل کرد، یعنی انگار که مشخص شده که با اون مدارک و اسنادی که وجود داره این افراد زنده هستن. میشنویم صدای آقای منیری رو و صحبت‌هایشون در خصوص بحث کشتی سانچی. آقای منیری در خدمت شما هستم. سلام مجدد دارم خدمت همه همکاران و شنوندگان عزیز. توی بخش اول سخنرانیم که 2 ماه پیش بود به این موضوع پرداختم که چطور حادثه سانچی رخ، اما مسئله کاملا کلی بررسی کردم. حالا میخوام بپردازم به ابهامات حادثه، به اون نکاتی که واقعا مشکلزا بود و به قول خود آقای پرویزی سخنان ضد و نقیضی راجع به مسئله شنیده شد. حادثه نفتکش سانچی اینقدر ابهامات زیاده که به نظر نمیاد به این زودی ها این مسئله کامل برطرف بشه. من الان مثلا چند تا سوال بر اساس اون گزارش ماوقعی که 2 ماه گذشته خدمتون عرض کردم چند تا سوال مطرح میکنم که حالا تا آخر سخنرانیم سعی میکنم اینها را بهشون پاسخ بدم. یکی این که سیستم‌های ناوبری کشتی‌ها و رادارهای اونا وجود هر شیء فلزی ثابت یا متحرکی رو از فاصله حداقل 80 کیلومتری تشخیص میدن. با این وجود چطور میشه که این دو تا کشتی با هم برخورد بکنن و چطور میشه که اصلا این دو تا کشتی غول‌پیکر متوجه همدیگه نشن؟ یا مثلا سرعت کشتی ها حداکثر به 30 کیلومتر در ساعت برسه. واقعا حالا یک جاهایی بر اساس اون صداهای ضبط شده و جبهه سیاه متوجه میشیم که از یک جایی به بعد متوجه میشن واقعا فرصت تغییر مسیر نبوده. حالا برای نفتکش سانچی غول‌پیکرتر بوده و یه مقدار سخت‌تر بوده. برای کشتی کریستال هم
کشتی چینی کریستال، قلبر کریستال هم همین موضوع واقعا صادقه. مثلا یک سوال دیگه که مطرح میشه، مخازن کشتی از هم جداست، مخازن نفتکشا چطور میشه که یک دفعه کل کشتی میسوزه؟ و البته نکته جالب اینجاست که همون اوایل که کشتی میسوزه، اون حادثه برای نفتکش اتفاق میفته، جمهوری اسلامی یک انیمیشن شبیه سازی شده رو توی تلویزیون پخش میکنه و به این شکل این خبر رو نشون میده که همون لحظه اول تصادم کل نفتکش شروع کرده به سوختن، در حالی که این اتفاق نیفتاده. اما خب صرفا جمهوری اسلامی به این شکل این موضوع رو داشت منتشر میکرد. حالا مثلا یه سری گمانه‌زنی هایی هم هست که مثلا آیا حمله نظامی بوده یا مثلا کشتی ها با مین دریایی برخورد کردن و امثال هم. و یکی از مهمترین مسائل، اینه که خدمه کشتی فوت کردن یا نه، که حالا آقای پرویزی بهش اشاره کردن و من الان یک سری مدارک و یک سری دلایل میارم که کاملا این موضوع رو نقض میکنه، موضوع کشته شدنش. اولین موضوعیه که باید خدمتتون عرض بکنم اینه که بار کشتی بر اساس بارنامه برای کره جنوبی بوده، اما بارنامه یک طرفه بوده و فقط هم کاپیتان اون رو امضا کرده بود، نه فروشنده و نه خریدار هم هیچ کدوم بارنامه رو امضا نکرده بودن. این گونه بارا معمولا روی دریا مسیرشون مشخص میشه، که حالا من بعدتر میرسم به این موضوع که این موضوع یکی از دلایلیه که میتونه مد نظر قرار داده بشه که این تصادف عمدی بوده و از جانب کشتی چینی به شکل عمدی اتفاق افتاده. یه موضوع دیگه هم در رابطه با تغییر مسیر کشتی ها، توی فاصله 3 کیلومتری، نه اجازه بدید، توی فاصله 1.5 کیلومتری، آره توی فاصله 1.5 کیلومتری بر اساس جعبه سیاه کشتی سانچی، توی فاصله 1.5 کیلومتری فلبر کریستال زاویه حرکتیش رو از 217 درجه به 225 درجه تغییر به شکلی کاملا غیر منتظره و اتفاقی که معمولا توی اون منطقه‌ای که حالا به هر حال توی منطقه ماهیگیری و شلوغ بوده این اتفاق معمولا نمیفته و این کار رو انجام نمیدن ناخداها، مگر اینکه واقعا یه قصدی داشته باشن. این باز هم عرض میکنم یکی از دلایلی که میتونه داله بر عمدی بودن این اتفاق بیفته. و حالا جالب اینجاست، از یک طرف توی جعبه سیاه اون کار رو انجام میده فله برای کریستال، از یه سمت دیگه وقتی راجع به اتفاق کشتی سانچی از کاپیتان موسوی که مدیر گروه ناوبری دانشگاه خارک بوده ازش میپرسن که چرا مگه میشه این اتفاق بیفته، کاپیتان موسوی میگه که به هر حال اون منطقه به دلیل وجود قایقای ماهیگیری که وجود داشته کشتی‌ها به این راحتی نمیتونستن تغییر مسیر بدن، که حالا کلن اطلاعات ماهواره‌ای که به دست اومده میتونستن بر اساس اطلاعات ماهواره‌ای انقدر اطرافشون شلوغ نبوده و میتونستن کشتی‌ها تغییر مسیر بدن. و حالا اون موضوع رو عرض کردم که رادارها تا 80 کیلومتر میتونن تشخیص بدن و کار میکنه. من میخواستم اینو عرض بکنم که آقای علی رضایی سرممیز رسمی QHSE که مدرس و مشاور پیاده سازی مدیریت ایمنی فرایند، راجع به رادارا میگه که رادارا خاموش بودن و دلیل این موضوع رو هم امنیتی میدونه. حالا این موضوع امنیتی بودنش رو بعدتر کوتاه بهش میپردازم.
من فقط کوتاه بگم که بر اساس صدای ضبط شده‌ای که وجود داشته، کاپیتان کشتی 3 دقیقه و 37 ثانیه بعد از برخورد دستور خروج خدمه کشتی رو به وسیله قایق نجات میده. که حالا بحث سر اینه که کشته شده ها چجورن، چرا خدمه کشته شدن. یکی از دلایلی که همون اول کار آقای ربیعی وزیر وقت کار ارائه کردن این بود که گفتن که، و توی صدا و سیما منتشرش کردن، گفتن که بر اثر دمای بالا خدمه کشتی پود شدن، و دقیقا از این کلمه استفاده شد، پود شدن. اما خب حالا میایم سراغ محموله کشتی، که حالا محموله کشتی واقعا این ظرفیت رو داشته که این اشخاص رو پود کنه. البته من واقعا انقدر این مسائل متناقضم، من باید از هر گوشه یک موضوع دیگه بیارم. بعد از این که گفتم پود شده، بعد بحث رو عوض کردن و گفتن ساطع شدن گازهای سمی باعث کشته شدن خدمه شد، و باز در آخر این موضوع رو مطرح کردن که دود باعث کشته شدن خدمه شده. یعنی 3 موضوع کشته شدن خدمه رو تغییر دادن. اما یکی از مسائلی که باید راجعش بهش بپردازیم، محموله کشتی چی بوده؟ که بر اساس اون محموله کشتی متوجه میشیم که تقریبا همه اینها رد میشه. محموله کشتی یک میلیون بشکه میعانات گازی یا همون کاندنسیت بوده. کاندنسیت فراورده نفتیه که تعداد کربنش بیشتر از 5 اتمه، و اجازه به هر حال گازهای سنگینن که دیگه انقدر سنگین میشن که تبدیل به مایع میشن، و خیلی هم از لحاظ اشتعال شبیه بنزین. اما یه موضوعی که راجع به این کاندنسیت ها وجود داره اینه که کاندنسیت ها درصد سولفید هیدروژنشون که سمی‌ترین قسمت سوخت‌های فسیلیه به شدت پایین، شدیداً پایین، و این موضوع اون دومین گزینه‌ایه که گفتن که باعث بر اثر استنشاق گازهای سمی در واقع خدمه کشته شدن رو نقض می‌کنه و انکار می‌کنه. کلاً اینها برای این که بتونن این میعانات گازی رو جابجا بکنن، کامل سوفید هیدروژنش رو جدا می‌کنن. حالا یه مقدار شاید فنی، زیادی فنی دارم صحبت میکنم، اما سولفید هیدروژنش رو جدا میکنن که راحت تر بتونن اینها رو منتقل بکنن، و حتی سبکتر هم میشه و براشون به صرفه تره. که عرض کردم دومین دلیلی که گفته بودن این بود که بر اثر استنشاق گازهای سمی بودن. بعد یه نکته رو من عرض بکنم این وسط، این که گفتم به دلایل امنیتی با رادارها خاموش بوده. من سخنرانی قبلیم عرض کردم که آقای روح الله زم، همون اول کار مرحوم روح الله زم، شادروان روح الله زم، این موضوع رو گفتن که این بار متعلق به کره شمالی بوده. خب توی مسیر کره جنوبی باید از مسیر کره جنوبی میرفته، اما بار متعلق به کره شمالی بوده، و یکی از دلایلی که میشد گفت که چرا اینها این اتفاق عمدی بوده، نمیخواستن این بار به کره شمالی برسه، و چین با این حرکتش در واقع خواسته اون کشتی رو متوقف کنه. حالا جالب اینجاست، از یه طرف دیگه کشتی کریستال، اصلا کلن اگر برنامه سفر کشتی کریستال رو که بررسی کردن، کشتی کریستال 4 روز زودتر از موعدش، زودتر از برنامه ریزی که شده بود، توی اون موقعیتی که تصادف اتفاق افتاد قرار گرفته بود، و اصلا کلن بر اساس تجربیات سفرهای دریایی ممکنه یک روز به تأخیر بیفته به خاطر شرایط نامناسب جوی سفرهای دریایی. اما اینکه 4 روز یک کشتی زودتر
به یه نقطه برسه و به یک موقعیت برسه تقریبا یه امر محالیه و به قول معروف یه کاسه زیر نیم کاسه هست. من آها اجازه بدید یه کوتاه بگم که وقتی که کشتی سانچی اتفاق حادثه اتفاق میفته چینی ها خیلی برای اطفاء حریق اون اقدام کافی رو انجام ندادن. در ابتدا جمهوری اسلامی مقابل این مسئله شدیداً ایستادگی کرد، گفت که آره چینی ها دارن کمکاری میکنن، اما و حالا اتفاقا آقای بهرامی سخنگوی کمیته اضطرار صانع نفتکش در اومد گفت که همکاری چینی ها کاملا نامناسب بود و اونا ترجیح میدادن که کل محموله بسوزه و چون اگر قرار بود محموله نسوزه باید وارد دریا میشد که یه فاجعه زیست محیطی اتفاق میافتاد و بابت همین چند تا از کشتی‌های آتشخوار ژاپنی هم حتی وارد محل حادثه شدن اما چینی‌ها ممانعت کردن. خود چینی‌ها ممانعت کردن از این که بخوان آتیش رو خاموش بکنن و چین ترجیح میداد که این اتفاق بیفته، کشتی بسوزه تا آخر و تمام اون سوخت دود بشه بره هوا تا اینکه بخواد به دریا تسلی پیدا بکنه. و این نکته حالا کجاش منفیه؟ اینجایی که تا اون ساعت اصلا مشخص نبود چه اتفاقی در خدمه افتاده. در واقع هر فعالیتی که مثلا کشتی های ژاپنی یا انجام میدادن برای نجات خدمه بود، اما کشور چین مقابل این مسئله وایساده بود. جمهوری اسلامی همون اول کار گفت که چین همکاری مناسبی انجام نداد، اما بعدش که آقای بروجردی رفتن توی چین و یه کمیته تشکیل داده بودن، وقتی برگشتن گفتن چین کامل انجام شده. حالا معلوم نبود پشت پرده چه اتفاقاتی افتاده. بعد از اینکه خانواده‌های خدمه مفقود شده شروع کردن به افشاگری مبنی بر اینکه آقا درصد سمی بودن گازهای ساطع شده از میعانات گازی در حدی نیست که باعث خفگی بشه. مسئولین جمهوری اسلامی درجه حرارت بالایی که بر اثر انفجارات متعدد صورت گرفته بود بهونه قرار دادن و اونو دلیل بر کشته شدن خدمه اعلام کردن. من فکر کنم اول سخنرانی یه جابجایی گفتم، اول جمهوری اسلامی خفگی رو اعلام میکنه بعد همون ماجرای پول شدن، تا جایی که آقای ربیعی وزیر وقت اعلام کردن که دلایل انفجار دمای بالای خدمه در همون دقایق اول پول کرده اجساد رو. یکی از دلایلی که متناقض این بیانات فیلم های منتشر شده از جستجوی گروه نجات چینی در عرشه سانچی بود. یکی این که جستجو کنندگان تونستن جسد دو تن از خدمه کشتی رو پیدا کنن، اونم تو محوطه کشتی، با اینکه این دو تن بر اثر سوختگی جان باخته بودن، اما در هر صورت درجه سوختگی اونچنان بالا نبوده که بابا بر درجه بالا روی کشتی بوده باشه. به هر حال اجساد پیدا شده، بحث پود شدن دیگه وجود نداشته، با اینکه سوختگی انقدر بالا بوده که با آزمایش دی ان ای تونستن بشناسن. بعد از طرفی یه بحثی هم که هست، حالا چون بحث این بود که گفتن خب اون گروه نجات چینی که رفتن روی سانچی فقط این دو جسد رو پیدا کردن و توی بخش کابین هیچی پیدا نکردن که بعد آقای ربیعی گفتن پود شدن، یعنی اصلا کلا نابود شدن، در حالی که حالا جمجمه توی معرض آتش مستقیم 84 ساعت طول میکشه که بسوزه، که این مدت اون قسمت در حال سوختن نبوده. بعد الان یکی از سوالاتی که همیشه پیش میاد میگن که چطور ممکنه کامل همه افراد توی کابین و قسمت داخلی کشتی سوخته باشن به طور کامل. و حالا اتفاقا این بحث
داغ بودن کشتی یه تناقض دیگه هم مطرح شده بود که مدیر عامل سابق ملی نفتکش اعلام کرده بود که قبل از اینکه گروه امداد چین وارد کشتی بشه، تمام قسمت‌های کشتی توسط دوربین‌های حرارت سنج اسکن شده بود. در قسمت‌های پاشنه کشتی که خدم حضور داشتن، دما به 8 تا 10 درجه سانتیگراد رسید. در حالی که پیش از اون دمای کشتی 1000 درجه اعلام شده و یکی از دلایل فوت خدمم اعلام شده. حالا دقیقاً وقتی گفتن دمای کشتی 1000 درجه اعلام شده، دوباره بر اساس فیلمی که گروه جستجوگر چینی روی کشتی سانچی گرفته بودن، کامل کابل‌ها هنوز سالم بودن. با اون دمایی که اینها اعلام می‌کردن، باید حداقل کابل‌های فلزی ذوب می‌شدن. خیلی چیزها ذوب شده بود، تقریبا از ریخت افتاده بود، اما این دمای بالایی که اینها اعلام می‌کردن، در واقع باید خیلی چیزهای دیگری میسوخت که حالا توی فیلم هایی که ارائه شده بود در واقع اینطور نبود. یکی از دلایل دیگه که مسئله رو ابهام‌تر میکنه در واقع وضعیت قایقای نجات روی کشتی. قایق نجات سمت چپ کشتی روی جایگاه خودش سوخته بود، اما مسئله عجیب قایق نجات سمت راست کشتی. بر اساس گفته های مسئولی، دمای بالا باعث ذوب شدن قطعات و کابل های قایق نجات شده. یعنی می گفتن کامل قایق نجات سمت راست کشتی سوخته به خاطر همین. آها، یک لحظه خیلی کوتاه توی همون فیلمی که گروه نجات چینی فرستادن، اون قایق نجات سمت راست کشتی نشون داده میشه که قایق نجاتی در کار نیست، اصلا هیچی نیست. بعد مسئولین هم گفتن که این بهونه رو کردن که دمای بالا باعث سوختن قایق نجات شده. اما یه موضوعی که حالا مسئولین دقت نکرده بودن این بود که قایق نجات سمت راست درست نبود، اما قرقره های قایق نجات به سمت پایین، به سمت افتاده بود. این منظور این بود که کامل قایق اجکت شده بوده و قایق جدا شده بوده از کشتی، نه اینکه روی همون جایی که بوده سوخته بوده. دوتا حالت لولامانند وجود داره برای، حالا اتفاقا عکساش هم هست که مقایسه میکنه قایق سمت راست و چپ. اینکه برای نگهدارنده های قایق سمت چپ کامل راستن، اما نگهدارنده های قایق سمت راست به این شکل حالت خمیده افتادن و عرض کردم داله بر این می بود که این قایق رها شد. بعد آقای عبداللهی، آقای عبداللهی پدر سجاد عبداللهی که دانشجوی روی کشتی بوده و ایشون وکیلن، وکیل دادگستری هستن، مدعی شدن که دقیقا این کشتی قایق سمت راست بر اساس جعبه سیاه ایجکت شده و جدا شده. و حتی آقای عبداللهی مدعی بودن که ما حتی یک سری شواهد داریم قایق نجات تا یه فاصله بوکسل شده، بعد خدمه پیاده شدن و یه سری جزئیات دیگه. حالا چرا کامل این جزئیات رو آقای عبداللهی بیان نکردن و حالا چرا این جزئیات بیان نشدن، من در ادامه در آخر سخنرانی عرض میکنم که چرا این اتفاقات کامل آقای عبداللهی اطلاعات خیلی زیادی دارن داله بر این موضوع، اما اینها رو عمومی نکردن، انتشارش ندادن و دلیل خاصی داره. فقط ایشون به خاطر این دلایل کاملا معتقدن که این اتفاق عمدی بوده، این اتفاق تصادف عمدی بوده و حتی خدمه به نوعی گروگان گرفته شده. یکی دیگه از دلایلی که میتونه آدم باید بهش توجه بکنیم این که حالا خدمه زنده هستن، طول کشتی کریستال، چینی کریستال 174 متر بوده
کشتی سانچی 274 متر یعنی فاصله خدمه سانچی شاید میشه گفت تا حدودی به اندازه فاصله خدمه کریستال از محل برخورد بوده. خب حالا چرا زمان حادثه برای کارکنان کشتی کریستال هیچ اتفاقی نیفتاد؟ حالا قسمت جالبش هم اینجاست که الان ما داریم این سوال رو مطرح میکنیم، خب چرا از خودشون میپرسیم؟ دولت چین به هیچ عنوان اجازه مصاحبه با خدمه کشتی کریستال رو به هیچ کس نداد، به هیچ خبرگزاری نداد و هیچ خبری بعد از حادثه از این خدمه منتشر نشد. یه موضوع دیگه که عرض میکنم باز هم به ابهامات این مسئله اضافه میکنه اینه که چرا ایران به خاطر کشته شدن خدمه سانچی بر علیه کریستال اعلام دعوا نکرد و درخواست خسارت و غرامت نکرد، که این دلایل هم میتونه کاملا سیاسی باشه. مسئولین جمهوری اسلامی به هیچ عنوان به خانواده ها پاسخگو نبودن و هیچ خبر و هیچ کنفرانس خبری مستقل و آزادی هم برگزار نکردن. قسمت جالبش اینجاست، تفحص توی کشتی که غرق شده و فکر کنم 130 متریه توی عمق 130 متریه هزینه بر هست، اما بیمه اون رو پرداخت میکنه. بیمه باید این هزینه این تفحص برای اجساد خدمه رو پرداخت بکنه. با این وجود حکومت جمهوری اسلامی به هیچ عنوان دست به همچین کاری نزد و اصلا حاضر نشد این کار رو انجام و در حالی که کاملا ممکن بود که بر اساس گفته های جمهوری اسلامی اگر خدمه سوخته بودن خب باید استخوناشون باقی مانده اسکلتشون توی کشتی پیدا میشه. خب وقتی حالا این اتفاقا میفته، وقتی بحث گروگانگیری هم پیش میاد، یه موضوعی که هست عرض کردم محموله به سمت کره شمالی بوده و در واقع جمهوری اسلامی در حال تخلف بوده، دور زدن تحریم ها بوده و بابت این مسئله، این مسائلی که عرض کردم، بحث اعتراض، غرامت و همه این مسائل، اصلا جمهوری اسلامی پیگیر این مسائل حقوقی نبود، چون به قول معروف دست خودش بود میشه و به این دلیل متاسفانه این مسائل مسکوت موند و بیشترین ضربه رو هم خانواده های خدمه یک کشتی دیدن متاسفانه. یه موضوع دیگه هم که جالب عرض بکنم که گفتم این مسئله فقط بحث امنیتی هم پیدا کرده، آقای علاءالدین بروجردی دبیر کمیسیون امنیت ملی مسئول این حادثه شدن که بعد رفتن چین و با مقامات چینی صحبت کردن، در حالی که مسئول اصلی این گونه حوادث دبیر کمیسیون عمرانی کشوره. عرض کردم دبیر کمیسیون امنیت ملی جای دبیر کمیسیون عمرانی کشوره و این خودش دلیلی بود که این مسئله فرای از یک اتفاق عادیه و کاملا امنیتی بوده. یه موضوعی رو من جلسه قبل بهش اشاره کردم و اون بحث تماس ها بود، تماس های صورت گرفته. دوباره من اینجا یه خورده مفصلتر براتون میگم. آقای عبداللهی، حالا بر اساس گفته آقای عبداللهی 2000 تا تماس صورت گرفته. حالا توی خبرگزاری های دیگه اعداد مختلفی وجود داره، 1200-1300. آقای عبداللهی اعلام کردن که 2000 تا تماس صورت گرفته بود که فقط متاسفانه چند تا از این تماس ها به مکالمه ختم میشه. آقای عبداللهی میگه که تو این تماس ها فرد تماس گیرنده
با خصوصی ترین شماره های خانواده ها تماس گرفته و یا اسم مستعار افراد خانواده رو بیان کرده که ادعا کرده، اون کسی که صحبت کرده ادعا کرده که یه فرد ایرانی تبار این شماره رو به اونا داده و درخواست کرده به صاحب شماره اطلاع بدن که ما زنده ایم. در واقع خب اگر بحث گروگانگیری باشه، خب قاعدتا گروگان ها به وسایل ارتباطی دسترسی ندارن، اما تونستن غیر مستقیم این پیام رو به خانواده هاشون برسونن. این تماس ها هم همگیشون از یه منطقه توی جنوب شرق آسیا گرفته شده بود که همگی هم جعلی بوده. حالا منظورم از جعلی ساختگی سیم کارت خاصی نداشته، توی اینترنت سیم کارت نبوده، فقط یک شماره جعلی ساخته میشه که یک طرف هم هست، یک دفعه هم میتونه پیام بده اما شما دیگه از طرف مقابل نمیتونید به اون سیم کارت پیام بدید و پیگیرش بشید. اما خب بر اساس این، بعد از دریافت این تماس ها دیگه خانواده خدمه شروع کردن به پیگیری مسائل. من یه موضوع دیگه ای رو راجع به انفجار توی کشتی عرض بکنم، بحث سر تناقضاتی که وجود داره. بر اساس ادعای جمهوری اسلامی دقایقی، حالا قسمت واقعا شاید خنده دار بود، اما یعنی دست به هر کاری زد جمهوری اسلامی، هر بهانه و هر دلیلی که تصورش رو کنید آورد، اما همه اونها رد شد. یکی از دلایلی که مسئولین جمهوری اسلامی آوردن این بود، حالا بر اثر انفجار ها گفتن که بعد از برخورد تو کشتی باد باعث جابجایی کشتی سانچی شد و واقعا همچین کشتی غول پیکری، حالا باد باعث کشتی سانچی شد که بر اثر برخورد سایش بدنه های کشتی جرقه هایی به وجود اومد که از اون طرف باعث انفجار میعانات شد، میعانات نشت پیدا کرده شد، در حالی که بر اساس حتی یک سری گفته های مستدل 4 ساعت و 40 دقیقه بعد از برخورد کشتی کریستال دنده عقب میگیره و بعد از اون دنده عقب میگیره، نه باد. باد واقعا اونقدر قدرت نداشته که این دوتا کشتی رو جدا بکنه، دنده عقب میگیره و بر اثر برخورد سایش دوتا کشتی باعث میشه که اون جرقه زده بشه و اون انفجار رخ بده، که این 4 ساعت و 40 دقیقه به خدمه کشتی مطمئنا این فرصت رو میداده که فرار کنن. اما حالا یه نکته هم من عرض بکنم، این متاسفانه این مخصوص کشتی های ایرانیه. بر اساس یک سری پروتکل های دریایی خدمه کشتی بعد از خدمه های کشتی های پرخطر مثل نفتکش ها باید سریعا کشتی رو ترک بکنن، اما یک سری پروتکل های خاصی توی قوانین ایران وجود داره، مربوط به قوانین ایران، که باید تا لحظه آخر توی کشتی بمونن. و حالا من الان عرض کردم که آقای عبدالله گفت 4 ساعت و 40 دقیقه بعدش در واقع این اتفاق افتاد، اما از اون طرف 2 تا جسد هم پیدا کردیم. این مسئله پیش می اومد که خب اگر قرار بود این مدت زمان فرصت داشته باشن، پس اون 2 تا جسد چرا پیدا شدن؟ اینها باید میموندن، بر اساس قوانین باید میموندن، نه اینکه تا آخر که بسوزن، اما یک سری شرایط رو مشخص کردم که حالا دیگه اون شرایط انقدر شدید و بده که دیگه شاید واقعا دیگه فرصت نمی کنن بعد از اون شرایط فرار کنن. من عرض کرده بودم، گفتم که یک جای دیگه هم گفتن که خدمه کشتی بر اثر دود، گفتن جمهوری اسلامی آخرین
فرضیه‌ای که بیان کرد این بود که خدمه کشتی بر اثر دود، بر اساس استنشاق دود کشته شدن. میلاد آروی کلن از کشتی سانچی سه جسد پیدا شد، دو تنشون روی خود کشتی که حالا اتفاقا اون خیلی چیز عجیبیه، اون باز براتون توضیح میدم، و یکیشون هم آقای شادروان میلاد آروی که توی دریا در واقع ایشون رو پیدا کردن، یعنی تقریبا چند مایل اون طرف تر بوده. آقای آروی توی موتورخونه کار میکرده، بعد ایشونو که توی آب پیدا میکنن، جالب اینجا بوده که توی ریهشون ندود بوده، بعد از کالبوچه کافی توی ریهشون ندود بوده، حالا عرض کردم توی موتورخونه کار میکرده، یعنی جایی که همه این اتفاقات بیشترین پایین ترین طبقه بوده و شدیداً در معرض این مسائل بوده. توی ریهشون نه دود بوده، نه گازهای سمی بوده و حتی آب هم نبود. حالا بهتونم میگم که دلیل مرگ ایشون چی بوده که واقعا این مسئله رو خیلی پیچیده تر میکنه. اما آقای آروی حتی وسایل شخصیش هم همراهش بود. حالا ایشون وقتی توی موتورخونه کار میکنن و وسایل شخصیشون رو همراه خودشون نمیبرن توی موتورخونه، این داله برای این موضوع بودی که آقای آروی فرصت میکنه از تو موتورخونه بره توی کابین شخصیش، وسایل شخصیشو برداره و با لباسهای جلیقه نجات و امثال هم رو بپوشه و وارد دریا بشه و بپره توی دریا. حتی این موضوعات بوده، یعنی همچین فرصتی داشته برای انجام همه این کارا. حالا علت مرگ آقای آرمی جالب است که توی ریهشون هیچی پیدا نشده بود. به علت مرگشون برخورد یه جسم تیز پس سرشون و در پس مخچهشون. حالا جالب اینجاست، یکی از بحثایی که پیش میاد میگن خب حالا حتما توی کشتی یک دفعه برخورد یه اتفاق افتاده توی دریا و اونجا فوت شدن بر اثر اون ضرب. اما اینطور نبوده. چرا؟ چون آقای آروی، حالا من دقیقا فراموش کردم توی چه فاصله‌ای از کشتی پیدا میشن، اما توی یک فاصله زیادی از کشتی پیدا میشن که از آن دال بر این موضوع بوده که ایشونو آب نبرده، خودشون شنا کردن، خودشون تا اونجا شنا کردن و این اتفاق، یعنی این که بعد از این که پریدن توی آب ایشون همچنان زنده بودن. حالا این برخورد به چه نحو اتفاق میفته که باعث کشتنشون میشه، واقعا یکی از معماهاییه که همچنان لاینحل مونده. حالا برگردیم سراغ دوتا جسد دیگه که روی خود کشتی سانچی بودن. دوتا جسد جالب اینجا بوده که خب گروه نجات چینی که وارد کشتی شدن، دوتا جسد رو به حالت درازکش و صاف به روی آسمون پیدا میکنن. خب همه ما ها میدونیم که وقتی آدم حداقل در حال سوختن باشه خودشو جمع میکنه. این دوتا جسد کنار هم دیگه رو به آسمون و کامل صاف درازکش روی عرشه پیدا شدن. که عرض کردم حالا کسی که در حال خفگی باشه به این شکل دراز نمیکشه، به خودش میپیچه، و کسی که در حال سوختگی باشه که دیگه بیشتر. و این یکی از موارد ابهام انگیز این ماجرا بوده که یک سری گمانه زنی ها اتفاق افتاده که این دو نفر پیش از این که به سوزن کشته شدن، و جسداشون رو روی کشتی به اون شکل قرار دادن که بعد آتش اومده و این دو تن رو سوزونده. و کلن و جالب اینجاست کلن هر سه این اجساد تا یه حدودی فرضیه قتل رو برجسته میکنن. یه حالا کلن این بحث معماگونه بودن این مسئله کشتی سانچی خب خیلی
دردسر خیلی ذهن‌ها رو درگیر کرده بود. یکی دیگه از مسائلی که همیشه مد نظر همه بود که آقا چرا از نقطه برخورد دو کشتی هیچ عکس و فیلمی وجود نداره؟ هیچ عکس و فیلمی از نقطه برخورد دو کشتی وجود نداره. خب واقعا عجیبه، دو تا کشتی به اون بزرگی برخورد کردن، اما همچین دلایلی که باید حتما ارائه بشه ارائه نشده. حالا برمیگردیم به نکته که آقای پرویزی یک جایی اشاره کردم، بحث اعلام فوت. اقدام شرکت ملی نفتکش برای صدور سند وفات خدمه سانچی در اوایل سال 97، این اتفاق توی دی ماه 96 افتاد. دوباره یک مرور بکنیم، توی دی ماه 96 افتاد، در اوایل سال 97 باعث شد امکان جستجوی خدمه از طریق سازمان هلال احمر و صلیب سرخ جهانی برای خانواده ها از بین بره. پس از غرق شدن کشتی نفتکش سانچی، سند وفات همه خدمه صادر شد که خب کل خدمه 32 نفر بودن، 2 نفر اونها بنگلادشی بودن و 30 خدمه باقی مانده که ایرانی بودن وفاتشون صادر شد که 27 نفرشون مفقود شده بودن، فقط 3 نفرشون جسدشون پیدا شده بود. که حالا عرض کردم سریعا شرکت ملی نفتکش سند فوتشون رو صادر میکنه و درخواست میکنه و از همه خانواده ها میخوان که مرگ خدمه رو بپذیرن و گواهی انحصار وراثت اونا رو امضا بکنن تا به اونا حقوق مستمری پرداخت بشه. با این که بر اساس اظهارات وکیل پرونده حقوق اکثر خانواده ها هم پرداخت نشد بعد از 40 ماه. حتی بهمن سال 98 از سوی تعدادی از خانواده های خدمه سانچی دعوایی در مجتمع قضایی شهید باهنر تهران طرح شد. بررسی پرونده یک سال طول کشید و در نهایت قاضی در بهمن سال 99 رأی به ابطال سند فوت 9 خدمه داد. 9 تن از این خدمه در واقع سند فوتشون ابطال شد و بقیه همچنان بر اساس جمهوری اسلامی فوت کردن. حالا این ابطال سند فوت چه تأثیری داره؟ اول از همین که خدمه از نظر قانونی زنده محسوب میشه. دوم این که حقوق و مزایاشون برقرار. سوم تمام حق و حقوق 3 سال گذشتن باید به خانواده ها پرداخت بشه و سازمان های بین المللی مانند صلیب سرخ موظفن به جستجو اونا بپردازن. البته گزینه آخر رو من یک جای دیگه مطالعه کردم که باید تا 5 سال بعدش، حالا میشه در واقع 1401، یعنی تا یک سال آتی. بعد اتفاقی که این یک ماه اخیر هم افتاد در واقع اعتراض خانواده ها به در واقع بردن داد شکایت به دادگاه فدرال آمریکا بود. وکیل تعدادی از این خانواده های خدمه نفتکش به دادگاه فدرال آمریکا طرح شکایت کرد و موظف بود که تا همین 15 بهمن ماه گذشته کل مدارک رو ارائه بده. بعد حالا من بر اساس اون مدارک من خیلی دنبالش گشتم، اما فعلا مدارکی عمومی نشده و اتفاقا خود آقای هریسچی هم گفتن که خود وکیلشون گفتن که باید این مدارک از سمت دادگاه فدرال تایید بشه. اون جایی که
آقای عبداللهی گفتن ما خیلی مدارک داریم از اینکه بوکسل شده، حتی عکس هم گفتن داریم که اینها به حالت گروگان گرفته شده بودن. اینها را ایشون عمومی نکردن چون میخواستن به دادگاه فدرال در واقع ارائه بدن و خب میخواستن این مدارک پیش از این که به دادگاه ارائه بشه عمومی نشه و منتشر نشه. آقای هریسچی که وکیل اینا هم هستن گفتن که بعد از این که دادگاه کامل رأی و صادقه کامل همه مدارک رو منتشر میکنن. حالا اصلا این دادگاه فدرال چه تأثیری داره؟ آقای عبداللهی فرموده بودن که از طریق مراجع قانونی بسیاری اقدام کرده بودن اما متاسفانه هیچ کس پاسخگوی ایشون نبوده، به خاطر همین ایشون دیگه آخرین گزینه‌ای که پیدا میکنن دادگاه فدرال آمریکاه. و اما حالا تأثیر اون دادگاه هم در اینه که اگر دادگاه رأی بده، رأی مناسب رو بده، کشورهایی مثل چین و هنگ کنگ ملزمن که با دادگاه همکاری بکنن. از طرف جمهوری اسلامی که به قول معروف بخاری بلند نمیشه و انتظاری هم نمیده، اما در واقع اینها این رویه رو به این مرجع قانونی مراجعه کردن که بتونن حداقل از طریق چین یا هنگ کنگ این مسئله رو دنبال کنن. من به اندازه کافی صحبت کردم و حالا عرض کردم انقدر این مسئله ابهام انگیزه و انقدر پیچ و خم داره که همچنان همه ذهنها درگیره که چه اتفاقی دقیقا افتاده. ممنونم بابت وقتی که به بنده دادید. مرسی. مرسی آقای منیری عزیز از صحبت‌های خوبتون و اطلاعات خوبی که در اختیار ما قرار دادید. فقط من یه سوال برام پیش اومد، نمیدونم حالا شاید با این تحقیقی که انجام دادید شاید جواب این سوال رو داشته باشید، اینکه متر و معیار انتخاب این 9 نفری که گواهی فوتشون باطل شده به چه صورته؟ یعنی خب از کجا میدونستن که این 9 نفر زنده هستن؟ یکی هم این که با وجود این که جمهوری اسلامی ایران اینقدر راحت آدم میکشه و کشتن بر از ابایی براش نداره، خیلی راحت میتونست این افراد رو و این خدمه کشتی رو به راحتی بکشه و میدونید که حالا یا این افراد یا دست کره شمالی یا دست ایرانه، اگه دست هر کدوم باشه ابایی ندارن برای کشتن. سوالم اینه چرا این کارو نکرده و این متر و معیار انتخاب این 9 نفر به چه صورت؟ آیا فقط اونهایی که رفتن شکایت کردن گفتن که شما خب گواهی فوتتون باطل میشه، یعنی که نه مثلا گفتن خب بر اساس این متر و معیار احتماله که این افراد زنده باشه؟ ممنون میشم اگه که بله. اول سوال اولتون دقیقا همونطوری که فرمودید، در واقع خانواده این 9 نفر اعتراض کردن و نپذیرفتن فوت عزیزانشون رو. بقیه 18 نفر، بقیه 18 خانواده در واقع خانواده هاشون پذیرفتن و اتفاقا موضوع بحث زیادی هم بود که حتی نسبت به خانواده های این عزیزان مفقود شده هم داره امنیتی برخورد میشه، یعنی به این شکل برخورد میشه که اصلا کلا نباید اعتراض بکنید، نباید پیگیر این مسائل باشید. اما خب یک فرد شجاعی مثل آقای عبداللهی شدیداً همچنان این موضوع رو پیگیری کرد و حتی جهانیش کرد این موضوع رو. موضوع دوم، من واقعیتش صحبته زد و نقیزی شنیدم، اما چیزی که شنیدم بیشتر ظاهراً عرض کردم این بار از ایران بوده داشته میرفته کره شمالی، پس نه ایران با جلوی اینها رو گرفته نه کره شمالی. اتفاقاً چیزی که خیلی بیشتر روش فکر میکنن کشوری مثل چینه، چین اینها رو به گروگان گرفته بر اساس فرضیاتی که بیشتر بیان شده. البته کامل من خودم نمیتونم به قطعیت بگم،
اما این گروگانگیری نه از سمت کره شمالی بوده نه از سمت ایران که حالا فرمودید خب خیلی راحت میتونه بکشه. حالا چه برنامه‌ای وجود داشته من هم خودم واقعا هنوز برام سواله که واقعا میخوام با این گروگان ها به چه هدفی برسن مشخص نیست، اما عرض کردم توی قسمت اون تماس هایی که گرفته شده از جنوب شرقی آسیا بوده و بیشتر این تصور میره که خود چین این کار رو انجام داده باشه. ممنونم از شما آقای مهدی عزیز. البته من حالا در مورد کشتی سانچی، این افرادی که خب تعدادشون خودم 29 نفر الان هستن که معلوم نیست چه اتفاقی براشون افتاده، افرادی زیادی از 33 نفر 3 نفرشون، از 32 نفر 3 نفرشون نه از خب اتفاقا یه نکته رو فرمودید ببخشید وسط کلامتون، در واقع 32 نفر بودن، 2 نفرشون تبع بنگلادش بودن. بله. و اتفاقا یک سری اخبار حالا خیلی کوتاه راجع به این مسئله شنیده شده که حتی این دو تبعه دیده شدن توی کشورهای شرقی، که این دو تبعه دیده شدن. اما خب در واقع حالا ما بیشتر بحثمون راجع به 3 نفر هم که جسدشون پیدا شده راجع به 27 نفر خدمه هست. بله. خب 32 از 3 تاشو کم کنیم معمولا 29 میشه. حالا عرض کردم اون 2 نفر بنگلادشی اصلا قرار نبوده گروگان، یعنی بحثش نیست که اون 2 نفر بنگلادشی که به گروگان گرفته شدن، این که دارم میگم دیده شدن توی مکان. نه متوجهم، من کلی عرض کردم خدمت. بله. چون بالاخره 29 نفر از این از این 32 نفر مجهول هویه هستن الان در حال حاضر یا مفقود الاثر. نکته ای که هست این که من یادمه تو جلساتی که با وکلای کشتی سانچی داشتیم، خب یک دو بار که صحبت کردن، اونها هم اذعان داشتن که خب تمام اینها با همین استناداتی که شما هم کردید خیلی خب با صحبت‌های اونها هم دقیقا یکی بود، و اینکه میگفتن که برخی از خانواده‌های این افراد به دلیل اینکه خب پول بهشون پرداخت کردن یه مبلغ حالا به عنوان دیه و بعد حقوق بهشون پرداخت کردن، به خاطر همین ابتداعاً اصلا حاضر نبودن، چون من با یکی از وکلا خودم مستقیما در تماس بودم، بودن اصلا حاضر نبودن که شکایت کنن، ولی الان خوشبختانه در همون دادگاه فدرال که رفته بودن فکر کنم اولش 9 نفر بودن ولی تا فکر کنم حدود 20 نفر هم رسیده بودن، یعنی 20 خانواده اومده بودن شاکی شده بودن. من فقط خواستم همین نکته رو اشاره کنم. البته من میگم من از نقل قول از یکی از وکلای این افراد که حالا طبیعتاً باید استناد کنیم به صحبت‌های همین افراد، وگرنه اینقدر زبد و نقیضه که اصلا نمیشه بهش پرداخت. آقای جعفری عزیز دستتون بالاست، مایک در اختیار شماست، بفرمایید. با عرض سلام و خسته نباشید خدمت همه عزیزان، عرض خسته نباشید خدمت آقای منیری با مطالب خوبی که ارائه دادن. من هم یکی از دوستان به افکار نیلدریایی که کجاست خدمت میکنه، دقیقا همون روزا من هم به حسابشون تلفن کردم و پرسیدم ازش در تایید صحبت های آقای منیری. ایشون هم گفتن حالا سربسته خب معمولا سعی میکنن اصلا اخباری بیرون درج نکنه، خصوصا در ارتباط با این مسائل و چیزایی که اهمیتی هستن، ولی تلویحا اشاره کرد که حامل محموله بوده برای کره شمالی و قضیه هم کلا امنیتی هست و کسی خیلی نمیتونه ازش سر بیاره ببینم چجوری هست و اینا، و حتی ما خودمونم که بقولا اینجا هستیم و پیگیر هستیم و اینا، چون از دوستاشو بودن، کسایی که تو کشتی بودن اینا از دوستانشون بودن، خصوصا علاوه بر اینکه خب ما خیلی خودمون پیگیر هستیم، ولی
اصلا اخباری رو بیرون درز نمی‌کنه. و مطلب دیگه هم این که حالا ما ها همه تقریبا شاید سفرهای دریایی مثلا کم و اینا داشتیم، اصلا به سفر دریایی با یه قایقی یا با یه مثلا اتوبوس دریایی اینا کلی مسائل رعایت میشه برای این که به چیزی دست رو برخورد نکنه. بعد چیزی دیگه امکان داره مثلا دو تا کشتی به این بزرگی نفکش، اونا مثلا سابقه نداشته به این شکل که دو تا کشتی به این بزرگی و با این همه به اصلا رادار و نمیدونم ماهواره و فلان این چیزا نتونن کنترل بکنن که به هم که برخورد نکنه. قطعا همین قضیه به اصلا بس محموله برای کره شمالی و دخالت چین هم که بخاطر این که به حال قدرتی هست مخالف کره شمالی و جون گرفتن کره شمالی هم حال درست شاید از ایران به اصلاح بعضی کمک ها رو بهش بکنه، چون چین تقریبا به شکلی حالت منافقانه داره بکنه، بعضی جا ازش حمایت میکنه بعضی جا معارضش باید. من خواست به همین قضیه رو به اصلاح اضافه بکنم به صحبت های آیمانی. ممنونم. ممنونم آقای جعفری عزیز. البته من میخوام یه فلشبک بزنم به یک دو روز قبل. یک کشتی باربری در 30 کیلومتر 30 مایلی بندر عسلویه مال کشور امارات غرق شد که بار ماشین بارش بود. خب خیلی راحت، یعنی الان با امکاناتی که در حال حاضر وجود داره در کشتی های مخصوصا کشتی های بزرگ، یعنی عملا کشته شدن افراد و خدمه های کشتی و پرسنل کشتی شاید به زیر 5% میرسونه. تو سخت‌ترین شرایط معمولا خب دیگه راحت ترینش اینه که خب جون اون خدمه رو نجات میده. الان خود ایران 29 تا خدمه کشتی اماراتی رو نجات داد به راحتی و بدون هیچ اتفاق. یعنی خود اون کشتی هم کشتی چینی با وجود این که خب اون اتفاقی هم که افتاده باز خیلی مسافت زیادی با اسکل نداشته و حالا آنچنان خیلی هم یعنی این نبوده که شلوغ نباشه، اتفاقا یه مسیر پرترددی بوده اون قسمتی که این کشتی اتفاقی براش افتاده. حالا شاید تو اون لحظه کشتی نزدیکشون نبوده، ولی خب خود همون کشتی کریستال هم میتونسته خدمه رو نجات بده که البته خب ممکنه که این اتفاق نفته و خود افتاده باشه و خود جمهوری اسلامی ایران نمیخواد این رو بازگو کنه به دلیل مسائل امنیتی. مرسی. خانم بیرجندی بفرمایید، مایک در اختیار شماست. عرض ادب و سلام خدمت همه همکاران، خسته نباشید. مرسی آقای منیری، سخنرانی خیلی کامل و جامعی بود و اطلاعات خیلی خوبی. من فقط یه چند تا چیز میخواستم اضافه کنم. یکی این که تو یکی از فیلم ها، حالا شما کاملا همه توضیح دادین، تو یکی از فیلم ها اون گروه نجاتی که از برای خود کشور چین بودن روی در واقع عرشه کشتی بودن رفته بودن و فیلمی که وجود داره، صحبت از اون دمای بالایی که شما فرمودین، صحبت از اون دمای بالا بوده، ولی تو فیلم کاملا نشون میده که اون گروه نجات کاملا به اون در واقع بدنه کشتی که همه آهنی و فلزی هستش به سادگی دست میزنن. یعنی میگن اگر که این حرارت با اون چیزی که اونا میگفتن بوده، اینا نمیتونستن انقدر راحت دست بزنن بهش. بعد یه مورد دیگه این که به هر حال از اون 27 نفر اگر بخوایم حساب بکنیم، یا 29 نفر در واقع آقای پرویز گفتن، حالا بالاخره 4 نفرشون خواب بودن، 3 نفرشون شاید رو عرشه بودن، این و اون و به هر حال اگر میتونستن، اگه میخواستن جسد پیدا بکنن، امکان داشت تو هر قسمتی از کشتی بتونن. یه به هر حال وقتی هم تصابه آدم ها شروع به تقلا میکنن واسه نجات خودشون، حالا یکی داره در حال دویدنه، یکی جایی داره پیدا میکنه و به هر طریقه، و اینکه اصلا هیچ چیزی جسدی رو پیدا نکردن تو این کشتی، اینم واقعا جز ابهاماته. و مورد دیگه، حالا اون که آقای پرویزی فرمودین که اون 9 تا خانواده که رفتن شکایت کردن،
من تنها چیزی که میدونم از خود آقای ارزشی این بوده که جزء یکی از اون چیزایی که تو سردی که به دادگاه فدرال نیروی دریایی آمریکا داده بودن، اول یک چند هزار فایل صوتی، اسناد و اینجور مسائل بوده و یکی هم فیلمی بوده در حال خروج خدمه با اون قایق نجاتی که شما گفتین نبوده. فقط در این حد توضیح دادن، نه بیشتر، چون گفتن نمیتونم، محرمانه هست. و آخری چیزی که میخواستم بگم در واقع ایران چرا سکوت کرده، اگه به این قضیه فکر کنیم که واقعا اون محموله چی بوده و چه اتفاقی اونجا افتاده، این سکوت کشور ایران و اعتراض نکردنش نسبت به کشور چین که نذاشت گروه نجات ژاپنی بیان و کمک کنند و هیچ کس در واقع نذاشت نزدیک کشتی بشه، حالا یا یک منفعتی برای کشور ایران داره که سکوت کرده و یا یک مسئله که هست اگر افشا بشه به ضرر کشور ایرانه. من فکر میکنم یکی از علتهایی که ایران هیچ کاری تا حالا نکرده یک کدوم از اینا باشه. ممنون که مایک رو به من دادی. مرسی خانم بیژندی عزیز. من فقط اینم اضافه کنم، یکی از شرکت هایی که اعلام کرد حتی میتونه لاشه کشتی رو، حالا اون چیزهایش که لازمه برن و همون تو عمق 130 متری خارج کنن از زیر آب، شرکت کاترپیلار بود که ولی خب متاسفانه با وجود اینکه خود بیمه هم هزینش رو پرداخت میکرد جمهوری اسلامی رو قبول نکرد. این هم موردی بود که میخواستم اضافه کنم. صحبت دیگه هست در مورد کشتی سانچی؟ اگر دوستان مایل باشن ما خوشحال میشیم صداشون بشنویم. در غیر این صورت بریم به سراغ سخنران بعدمون، خانم مهناز ترابی. خب خانم مهناز ترابی قراره که برامون در مورد جوانان و موزل بیکاری برامون توضیح بدن که خیلی بی ارتباط نیست، یعنی ارتباط مستقیم با هدف 8 سند 2003 یونسکو هم داشت که آقای منفرد در موردش توضیحات بسیار خوب داده. خانم ترابی اگر که امکان صحبت دارید خوشحال میشم که مایک رو در اختیار بدید. سلام، ببخشید مایک من باز شد. الان مایک هم خواهش میکنم. ممنونم. اختیار دارین زنده باشید. با عرض سلام و خسته نباشید خدمت همه عزیزان و تبریک سال نو خودمون. امیدوارم که سال خوبی داشته باشیم همگی. در مورد بیکاری و موزلی که جوانان باهاش روبرو هستن در ایران امروز میخوام صحبت کنم. ریشه موزل بیکاری جوانان تحصیل کرده میخوایم ببینیم چی هست، در حالی که نیاز کشور به ویژه در حوزه صنعت و عمران به جوانان متخصص و آموزش دیده خیلی زیاده. متاسفانه به علت عدم هماهنگی بین بخش خصوصی و دولتی نرخ بیکاری در ایران در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا افزایش پیدا کرده. تحصیل، کسب مهارت، آموزش، شغل و برخورداری از رفاه نسبی در زمینه‌های اجتماعی، اقتصادی و بهداشت و سلامت از جمله نیازهای اساسی برای تمام اقشار جامعه به ویژه جوانان محسوب میشه. اشتغال کامل افراد آرزوی بزرگ کشورهای جهان هست، اما حتی در پیشرفته‌ترین کشورها هم هرگز اشتغال کامل وجود نداره. در سالهای اخیر موضوع بیکاری فارغ التحصیلان به یکی از چالش‌های بزرگ کشور تبدیل شده. بسیاری از جمعیت جوان و بیکار توی کشورمون امروزه همون افرادی هستن که تو دهه‌های 80 با تشویق و اجبار خانواده‌های خودشون وارد کار آزاد نشدن و برای ادامه تحصیل روانه دانشگاه شدن، که یکیش هم خودمون هستیم، یا به قول معروف برادرای خودمون، خانواده‌های خودمون، تا بلکه بتونن شرایط کار خوبی مهیا کنن و درآمد به قول معروف بتونن مثلا یه کار محکمی داشته باشن، یه پشتوانه محکمی داشته باشن، چون اون زمان مثلا رو کار آزاد نمیتونستن حساب باز کنن. اما نه آنان و نه خانواده هاشون فکر نمی کردن که روزی سیاست های غلط دولت جمهوری اسلامی کشور رو به جایی برسونه که حتی
مقطع دکترا مهندسا هم دچار بیکاری شدن و نمیتونن وارد بازار کار بشن و سیل میلیونی جوانان تحصیل کرده مجبور بشن تو خونه بمونن یا وارد مشاغل کاذب بشن، مسافرکشی کنن، سیگار فروشی کنن، روزنامه فروشی کنن یا اینکه مهاجرت کنن. مطالعات نشون میده که نرخ بیکاری در اقتصاد ایران در سالهای 95 و از سال 1355 تا 95 بیش از 9% بوده. در دوره هایی که اقتصاد کشور دچار رکود بوده مثل سالهای 65 و بین سالهای 65 تا 91 به واسطه بیکاری ادواری نرخ مشاهده شده بیکاری بیش از نرخ طبیعی اون بوده. بیکاری ادواری در اقتصاد ایران بر اساس مشاهدات گذشته کمتر از 4% ارزیابی می شده. نتایج و طرح آمارگیری مرکز آمار ایران هم گویای همینه که در سالهای 84 بین سالهای 84 تا 95 نرخ بیکاری در کشور به ویژه در میان زنان خیلی بالا بوده. در این بازه زمانی نرخ بیکاری در میان زنان و مردان هرگز از 10.4% کمتر نشده. و نکته قابل توجه اینه که به دنبال تشدید تحریم‌های اقتصادی در سال‌های 1391 و 1392 نرخ بیکاری کاهش یافت، ولی بعد از خروج از تحریم‌ها دوباره سیر صعودی پیدا می‌کنه. و این رفتار چرخه بیکاری رو باید به نوسانات جمعیت فعال این دوره نسبت بدیم. در واقع در دوره بعد از تحریم ها گرچه اشتغال در کشور در اقتصاد کشور افزایش پیدا کرد، اما ورود خیلی عظیم جویندگان جوان کار به بازار کار موجب افزایش نرخ بیکاری شد. وجود بیکاری دراز مدت یعنی پدیده بیکاری در ایران اساساً از نوع بیکاری دراز مدته. این نوع بیکاری در ادبیات اقتصادی بیکاری ساختاری نامیده میشه. 47.6% بیکاران به مدت 19 ماه و بیشتر بیکار میمونن و مدت 6.3% اونها بین 13 تا 18 ماهه. بیکاری دراز مدت نیروی کار در میون زنان شایع‌تر از مردان هست. تجربه کشورهای در حال توسعه از جمله ایران نشون میده که بسیاری از موارد سطح دستمزدها پایین‌تر از حداقل معیشت تعیین میشه و در عین حال تشکل‌های کارگری از قدرت چانه‌زنی اندکی خوب برخوردار هستند. بنابراین در جستجوی علل بیکاری باید به این عامل هم توجه بشه. آخرین آمار بیکاران تحصیل کرده در ایران رو اینجا براتون بیان میکنم. مطابق آمار اطلاعات شاخصهای عمده بازار کار در سال 98 از 83,158,000 نفر حدود 61,666,000 نفر در سن کار هستند و حدود 21,492,000 نفر جمعیت کمتر از 15 سال سن به اصطلاح هستن سن دارن و جزء نیروی کار حساب نمیشن، سن کار حساب نمیشن. همچنین از 61,666,000 نفر جمعیتی که تو سن کار بودن 27,167,000 نفرشون رو جمعیت فعال تشکیل میده و 34,499,000 نفرشون رو جمعیت غیر فعال تشکیل میده. بر اساس این گزارش از 27,167,000 نفر جمعیت فعال حدود 24,273,000 نفر شاغل و 2,893,000 نفر هم بیکار هستند. به علاوه از جمعیت 24,273,000 نفر شاغل حدود 5,989,000 نفر دارای تحصیلات عالی و 18,284,000 نفر فاقد آموزش عالی هستند که از جمعیت 2,893,000 نفر بیکار یعنی 10.7% حدود 1,204,000 نفر دارای تحصیلات عالی یعنی 16.8%شون همون تحصیلات عالی دارن و 1,689,000
نفر فاقد آموزش عالی هستن، یعنی 8.5%. البته این آمارها میزان آمارهای رسمی هست، در حالی که آمارهای غیر رسمی هست، در حالی که آمارهای واقعی حکایت از بیکاری حدود 1,204,000 نفر رو از تحصیلات دانشگاهی، اونایی که تحصیلات دانشگاهی دارن، آمارهای غیر رسمی میزان آمار رو بیشتر از اینها میدونه و کارشناسا اعتقاد دارن که میزان آمارهای بیکاری به روز نیست و متاسفانه هیچ آماری توی ایران به روز نیست، چرا که بخش زیادی از افرادی که بیکار هستن در لیست بیمه و هیچ سازمان و نهاد مشخصی شناسایی نشدن و هیچ مدرکی ارائه ندادن. از سوی دیگه شیوع بیماری کرونا هم در طی ماه‌های پایانی سال 98 خودش باعث بیکاری هزاران نفر شد که توی کل دنیا همین اتفاق افتاد. تا به امروز وعده‌های بسیاری مبنی بر جذب نیروهای متخصص و فعال در بخش‌های دولتی و مدیریتی ارائه میشه، اما متاسفانه میزان بیکاری در بین جوانان تحصیل کرده و حضور پررنگ افراد بی تخصص در پست‌های مدیریتی و مهندسی تغییری نکرده. پیامد بیکاری جوانان و در دام افتادن جوانان، در دام اعتیاد افتادنشون به مواد مخدر، این هم یک معضله. بیکاری به عنوان یکی از دلایل اعتیاد شناسایی شده. بسیاری اعتقاد دارن که بیکاری و اعتیاد دو عامل تقویت کننده هم هستند. یعنی بیکاری و اعتیاد یکی از شدیدترین معضلات اجتماعی هست که گریبانگیر بخش عظیمی از افراد جامعه به ویژه جوانان میشه. بیکاری علل و اشکال مختلفی داره که همیشه پیامدهای منفی زیادی رو برای جامعه، خانواده در بر میگیره و برای خود فرد. یکی از پیامدهای بیکاری اعتیاد نیروی کاری هست که در سن اشتغال قرار دارن. اعتیاد موجب تحلیل رفتن توانایی‌ها و انرژی نیروی کار میشه. در نتیجه به مرور بیکاری و اعتیاد تشدید کننده یکدیگر میشه، باعث افسردگی میشه. برای جلوگیری از اعتیاد بهتره که افراد مهارت‌های لازم برای مواجهه با مشکلات در زندگی رو فرا بگیرن. و ما امروز شاهد هستیم، کماکان تو این اخبار میبینیم، مشکلات بیکاری و مشکلات اقتصادی آمار خودکشی ها رو بالا برده، آمار دزدی ها رو بالا برده، آمار اعتیاد رو بالا برده و خیلی مشکلات دیگه. و ما باید ببینیم که در مقابل فشارهای ناشی از بیکاری، طلاق، افسردگی، استراب، اینها، این فشارها باعث میشه که جوانان به سمت اعتیاد برن. ما باید اینا رو شناسایی کنیم و مانع بشیم، باید به اونها آموزش بدیم، باید جوانا بتونن این توانایی رو داشته باشن که بتونن با مشکلاتشون یه جوری کنار بیان، نه اینکه به سمت اعتیاد برن یا مثلا باعث طلاق بشه، باعث بیکاری بشه، استراب و افسردگی یه دفعه بیاد مثلا کل خانوادهش رو طرف میکشه. اینا همه نشانه بیکاری و نداشتن پول و مشکلات مالی هست توی جامعه و ریشه معضل بیکاری قشر تحصیل کرده در جامعه هم رکود حاکم بر بازار هست، قاچاق محصولات هست، محصولات و کالاها و واردات بی‌رویه. مثلا از کشور چین چقدر واردات وارد کشور میشد که باعث میشد که کل اقتصاد کشور بخوابه، اقتصاد داخلی کشور، تولیدات داخلی بخوابه و کارگرای ارزون می آوردن توی بازار، کارگرای خودمون، جوانای خودمون بیکار می شدن. و عدم فرهنگ صحیح کار، مشکلات میان کارگران و کارفرمایان و قوانین سختگیرانه که در این میان تعریف شده، هر یک مزید بر علت میشه تا در نهایت در حوزه کار و اشتغال با چنین چالش‌های بزرگی ما مواجه میشیم. اما علاوه بر موارد ذکر شده و مهمترین عوامل بیکاری قشر تحصیل کرده، عبارتن از بالا بودن توقع قشر تحصیل کرده که یکی از معضلاتی هستش که ما خودمونم توی ایران میدیدیم. متاسفانه جوانای ما به خاطر اینکه بیشتر
مثلا وقتی که وارد دانشگاه میشن درس میخونن مدرک میگیرن، مثلا توقع دارن که حالا پشت میز بشینن شغلای مدیریتی بگیرم، یا مثلا حالا میگه من کارشناسم، کارشناس ارشدم، دکترم، فکر میکنن حالا باید یه موقعیت خیلی خوبی نصیبشون بشه و این تفکرات غلط باعث بیکاریشون میشه. یعنی مشاغل ساده، فنی، مهارتی، کارگری، اینها دیگه اصلا تو جامعه گم میشه. یعنی اصلا الان هر کسی، یعنی جوانای ما توی ایران در دانشگاه بازه، همه وارد دانشگاه میشن، همه یه مدرکی میگیرن، خب آقا مهندس شده، خانم دکتر شده، میگن خب ما دیگه نمیتونیم مثلا بریم یه کار پایین تر و پستر انجام بدیم به قول خودشون، بنابراین میخوام برن تو همون رشته خودشون به عنوان مدیریتی، به عنوان مثلا یه دکتر کار کنه. و متاسفانه جایگاهی وجود نداره برای این افراد تو جامعه ما و همین باعث افسردگی و بیکاری و معضلات دیگه توی جامعه میشه. یکی دیگه از این به اصطلاح ریشه معضل بیکاری تئوری بودن آموزش های دانشگاهی هست که فارغ التحصیلان دانشگاه ها وقتی که فارغ التحصیل میشن، یعنی واقعا اصلا کاربردی اون هنرشون و اون حرفشون رو بلد نیستن. حالا این کرونا هم که اومده به نظر من خودش مزید بر علت میشه. مثلا بچه هایی که مثلا تو این دوران دو سه ساله کرونا دارن درس میخونن واقعا نمیتونن. مثلا مهندسه، یه مهندس باید عملی یاد بگیره، یه دکتر باید عملی یاد بگیره، چجوری میتونه مثلا از طریق اینترنت اینا یاد بگیرن؟ یعنی اصلا نمیشه. من هرچی فکر میکنم اونم اصلا این غیر ممکنه. به صورت تئوری آدم یادش میده. و کاربردی نبودن سرفصل‌های دروس دانشگاهی، تئوری محور بودن اونا متاسفانه در نظام آموزشی کشورمون باعث میشه که این معضل پررنگ‌تر بشه. از طرف دیگه رشد قارچ‌گونه دانشگاه ها. خب وقتی که توی ایران به نظر من یکی از کشورهایی هستش که بیشترین تعداد دانشگاه‌ها و دانشجویان رو نسبت به جمعیتش داره. خب وقتی که رشد قارچ‌گونه دانشگاه‌های شبانه، آزاد، غیر انتفاعی، پیام نور، علمی کاربردی، اینها با ارائه رشته‌ها و گرایش‌های متعدد و سهولت ورود و فارغ التحصیلی پس از فارغ التحصیلی از مراکز این دانشگاه ها یکی دیگر از عوامل بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی هست. زیرا این دانشگاه ها باعث میشن که سطح کیفی آموزش های دانشگاهی به شدت افت پیدا کنه و شاهد سیل عظیم تحصیل کرده های ناکارآمد، بیکار، فاقد مهارت های عملی و سردرگم باشیم. و تنها نتیجه این دانشگاه درآمدزایی و دوشیدن دانشجویان متاسفانه. فقط به نفع اونایی هستش که این دانشگاه رو باز کردن و به قول معروف دارن پول از دانشجوها میگیرن و دانشجوها دلشون خوشه که حالا ما داریم تحصیل میکنیم، حالا در آینده شاید ما یه کاری داشته باشیم که متاسفانه ندارم. یکی دیگر از معضلات ارتباط نداشتن رشته های دانشگاهی با نیاز بازار کشور هستش. یکی از عوامل افزایش فارغ التحصیلان بیکار در کشور ناکارآمدی نظام آموزشی عالی و ضعف این نهاد در ایجاد هماهنگی میان بازار کار و خروجی دانشگاه ها و حتی خروجی متناسب با بازار کار برمیگرده. چرا که درآمدزایی صرف موجب میشه که امروز شاهد این حقیقت تلخ بشیم که عدم توجه به تناسب رشته های دانشگاهی و بازار کار موجب انباشته شدن فارغ التحصیلان در برخی رشته ها میشه و این هم باعث میشه که امروز شاهد این حقیقت باشیم که 1,400,000 نفر از خروجی دانشگاه ها نتونن کاری مناسب با رشته تحصیلی خودشون پیدا کنن و به جمعیت بیکار کشور افزوده میشه. لزوم آموزش مهارت‌های زندگی برای کاهش معضل بیکاری جوانان.
جامعه شناسان تاکید دارن که یکی از مهمترین دلایل بیکاری فقدان مهارت‌های کافی افراد جویای کار است و به طور قطع توجه به آموزش‌های مهارتی میتونه تا حد زیادی زمینه‌های کاهش نرخ بیکاری در جامعه رو به تبع اون کاهش جرایم و معضلات اجتماعی رو فراهم کنه. فراگیری آموزش‌های مهارتی به وسیله جوانان یک ضرورت و زمینه ساز موفقیت در زندگی فردی و اجتماعی و رفع مشکل بیکاری هست. تا زمانی که به ارتباط جدی آموزش‌های مهارتی در کنار تحصیلات دانشگاهی دقت نشه و ارزش داده نشه، ما شاهد انبوه این بیکاران خواهیم بود. چرا که همکنون بخش زیادی از دانش آموختگان به دلیل نداشتن مهارت کافی بیکار هستند. آسیب شناسان اعلام می‌کنند که تلفیق دانش با مهارت و خلاقیت علاوه بر ایجاد اشتغال پایدار و توسعه، تأثیر مهمی در رشد، توسعه اقتصادی و توانمندسازی منابع انسانی داره که باید در این زمینه توجه بیشتری بهش بشه. آموزش‌های مهارت‌های فنی و حرفه‌ای باید متناسب با نیازهای بازار کار و ظرفیت‌های هر شهرستان باشه تا باعث ایجاد شغل و تخصص در افراد بشه. همینطوری که به فرض ما ببینیم مثلا توی کشور آلمان که من هستم یا شما نمیدونم احتمالا شما در آلمان هستین، اوسبیلدون میگذرونن، یعنی آرزوی بچه ها آمالشون این نیست که حتما برن دانشگاه دکتر بشن، مهندس بشن، فلان بشن. اصلا اول اون چیزی رو که دوست دارن، یکی دوست داره به فرض بره آرایشگر بشه، از همه اول آرایشگری رو انتخاب میکنه، یکی دوست داره نانوا بشه، میره آسپیلدونگ نونپزی انتخاب میکنه، شیرینیپزی انتخاب میکنه، رستورانداری انتخاب میکنه، هتلداری انتخاب میکنه. یعنی شغلشو از همون پایه، از همون ابتدا پایه ریزی میکنه. بعد نمیره مثلا حالا درس بخونه، این همه درس بخونه، 12 سال مدرسه درس بخونه، 4 سال، 6 سال، 8 سال، 10 سال دانشگاه بره تحصیل کنه، دکتر بشه، فوق دکتراشو بگیره، فوق تخصصشو بگیره، تازه بیاد ببینه که کاری نداره بکنه، اصلا کاری متناسب با اون وجود نداره. تغییر فرهنگ اشتباهی که بیشتر از چند دهه در خانواده ها رسوخ کرده و باعث گرایش افراد به مدرک گرایی شده واقعا سخته و نیاز به فرهنگ سازی داره. اما مسئولان دستگاه تعلیم و تربیت باید در این زمینه با ارائه مشاوره های لازم مشکلات موجود رو برطرف کنم. من بیشتر از این صحبت نمی کنم. صحبت در این زمینه خیلی زیاده و می دونم که شما هم خسته این حوصلتون سر رفته. انشاءالله در جلسات بعدی در این زمینه باز صحبت می کنم. ممنونم که به من گوش دادید. ممنون از شما خانم ترابی عزیز و به مباحثی که اشاره کردید خیلی مفید بود و واقعیت جامعه امروز ما بود. فقط نقطه کور این ماجرا اینه که دولت ما هیچ برنامه برای ریشه‌کن کردن بیکاری اصلا در دستور کار قرار نداده و به قول شما اشتغال زاییشون هم بر اساس نیاز جامعه صورت نمیگیره. این خیلی نقطه‌ای که واقعا مبهمه که چرا این اتفاق میفته و ما فراموش نکنیم با این سند همکاری 25 ساله‌ای که با چین امضا کردیم و خب در آینده خیلی نزدیک شاید ممکنه همین الان این اتفاق افتاده باشه، به تعداد شاید چشمگیری افراد بیکار دوباره به جامعه بیکارها اضافه میکنه، چون کارگرهای چینی وارد مناطق جنوب کشور میشن و تمام پتروشیمی و شرکت‌های نفتی و همه این موارد رو باید دست بگیرن و اصلا جزئی از قراردادشون که امضا کردن یکی از مواردشون که تمام نیروها
تماما باید از خود چین باشن. و یه نکته دیگه این که حالا یکی از نشریه‌های انگلیسی بود که اعلام کرد که 5000 نیروی نظامی هم برای حفاظت از این کارگرها داره وارد ایران میشه و این خب وقتی 5000 نیرو وارد میکنه به طبع شاید حدود 20000 نفر کارگر وارد میشه و فراموش نکنیم که 20000 خانواده داره به آمار فقرمون و بیکاریمون اضافه میشه. اینها مسائلی که میشه خیلی بهش پرداخت و میگم هیچ برنامه مدونی هم برای ریشه‌کن کردن بیکاری و یا اصلا اشتغال زایی یا ساخت کارگاه‌های کوچک، کارگاه‌های بزرگ اصلا نداریم. هر کس از اون کارآفرین‌هایی هم که الان داریم که اون کارخونه دارهایی که مثل کارخونه ارج که یکی از بزرگترین کارخونه یخچال‌سازی در ایران بود قبل از انقلاب و حتی اوایل انقلاب به کلی ورشکسته شد و اصلا نابود شد و خب عده زیادی از همون چیز شد. شرکت‌های زیاد دیگه داریم که الان اصلا دیگه وجود خارجی ندارن. من یادم یک شخصی که در آمریکا درس خونده بود و سرمایه بسیاری داشت گفته بود من میخوام برم در کشور خودم سرمایه گذاری کنم. اومده بود در ایران اشتغال زایی کرده بود، کارخونه داشت، همه این موارد رو به صورت اصولی هم برقرار کرده بود و قوانین رو مثل یک انسان فرهیخته داشت رعایت میکرد، ولی الان فقط یه چند تا ساختمون بدون در و پیکر براش مونده. یعنی همه اموال و داراییش رفت و نمیدونست الان باید چی کار بکنه. یا اون افرادی که من دیدم که اصلا یه شخصی کسی بود که آمبولانس وارد ایران کرده بود، یعنی اولین بار ایشون آمبولانس وارد ایران کرده بود در زمان جمهوری اسلامی ایران و الان هیچ چیزی وجود نداشت ازش، یعنی حتی در حد ورشکسته که خیلی بدتر بود شرایطش. به هر حال موارد چنین بسیار زیاده و شما درست فرمایید، یکی از دلایلش هم بی برنامگیه که ما تناسب آموزشمون و نیاز بازار کارمون و نیاز جامعهمون اصلا با هم هیچ سنخیتی نداره. مرسی دوستان، اگر صحبتی دارید در خصوص وضعیت بیکاری، وضعیت جوانان در ایران و اگر نقطه نظری دارید در خصوص صحبت‌های خانم ترابی عزیز خوشحال میشم که صحبت شما رو من بشنوم. خب ممنونم از شما. ما بدون فوت وقت بریم و به سخنران بعدیمون خانم سمانه ویژندی عزیز در خصوص تفکیک جنسیت دانشجویان. خانم ویژندی عزیز اگر که امکان صحبت دارید خوشحال میشم که مایک رو بگیرید و صحبت خودتون رو شروع کنید. سپاسگزارم. سلام عرض میکنم خدمت دوستان مجددم. خب این روزا در واقع تو این چند دهه اخیر مشخص شد که حضور زنان در دانشگاه‌ها و حتی در سراسر جهان افزایش خیلی چشمگیری داشت. چنانکه در حال حاضر هم تو کشورهای مثل ایران، سریلانکا، کوبا، آرژانتین، جامائیکا، تونس و یا قرقیزستان هم تعداد دانشجوی زن از دانشجوی مرد بیشتر شده. با وجود افزایش حضور زنان در دانشگاه‌ها، همچنین دانشگاه به مسابقه بخشی از حوزه عمومی، بستر بروز انواع مختلف تبعیض‌های جنسیتی و آزارهای جنسی شد. این وضعیت در کشورهایی مثل ایران به دلیل قوانین تبعیض‌آمیز، سیاست‌های مردسالارانه حکومت، حاکمیت و تبعیض‌های سیستماتیک تشدید می‌شود. پیمایش های انجام شده تو کشورهای مختلف نشون میده که آزارهای جنسی و جنسیتی علیه زنان در محیط های آکادمیک امری کم و بیش شایع است. اما دانشگاه ایران که مثل دیگر کشورها به این موزل اجتماعی هم دوچارن، علاوه بر این آزارها انواع دیگری از خشونت از جمله تفکیک جنسیتی در دانشگاه، قوانین تبعیض آمیز و محدودیت های شدید در خوابگاه‌های زنانه، دخالت در پوشش دانشجویان و سرکوب اونا به بهانه بدحجابی
توسط حراست و کمیته انضباطی بخشی از خشونتی که به طور رسمی بر زنان دانشجو در ایران اعمال میشه. حالا مسئله طرح تفکیک جنسیتی رو یه تاریخچه رو ازش براتون عنوان میکنم که در سال 1389 آغاز شد، اما قبل از اونم اقدامهایی در راستای این هدف انجام شده بود. یعنی در واقع پس از انقلاب 57 جمهوری اسلامی ایران علاوه بر جدا کردن دخترها و پسرها در مدارس در صدد برآمد که این شیوه رو تو دانشگاه هم اجرا کنه، اما محدودیت های آموزش عالی در واقع این امکان رو فراهم نمی کرد. بنابراین شورای عالی انقلاب فرهنگی سال 1366 در مصوبه اعلام کرد که دانشجویان دختر و پسر باید در کلاس های دانشگاه در دو ردیف کاملا مجزا بشینن. اواخر دهه 1380 و در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد بود که جداسازی جنسیتی دانشجوها در دانشگاه ها ابعاد جدیدی پیدا کرد. کامران دانشجو وزیر وقت علوم اون زمان با دفاع همه جانبه از تفکیک جنسیتی در دانشگاه ها و جلوگیری از هر گونه اختلاط بی مورد زن و مرد گفت و اینجور عنوان کرد که کلاس های دختران و پسران باید حداقل از هم جدا شن. از آزمایشگاه ها، کارگاه ها، سالن های تشریح جداگانه استفاده کنند. جدا سازی جنسیتی در دانشگاه در میان افراد نزدیک به حکومت هم موافقان زیادی داشت. یکی از اونا آقای محسن قرائتی بود که به قاطی کردن 4,700,000 دختر و پسر در دانشگاه اعتراض کرد و خواستار جدا سازی اونا شد. همچنین اون از دانشگاه الزهرا به عنوان نمونه موفق دانشگاه تک جنسیتی نام برد. تفکیک جنسیتی که با هدف اسلامی کردن دانشگاه ها در حال اجرا بود تا اونجا پیش رفت که به حذف دختران از برخی رشته های دانشگاهی انجام بدید. پس سال 92 خبر رسید که 36 تا دانشگاه ایران پذیرش دختران در 77 رشته کارشناسی رو حذف کرده و سهمیه دختران و پسران در برخی رشته دانشگاهی هم جدا شد. مجددن اینجا آقای کامران دانشجو به تعیین سهمیه دختران و پسران در برخی رشته ها اشاره کرد و گفت که این قضیه رو برخلاف عدالت میدونن و این کجاش بی عدالتی. آیا این درسته که 95% پرستارا مرد باشن و 5% زن؟ یا آیا این قضیه که پسرا که خانوما 70% تو دانشگاه قبول میشن یک افتخاره و از نظر اون این جای افتخار نداشت؟ اون که بارها از جداسازی دختران و پسران در دانشگاه دفاع کرده بود در سال 92 در یک نشست خبری در دانشگاه فردوسی مشهد مدعی شد که این ایده اصلی اجرای تفکیک جنسیتی در دانشگاه از اون نبوده. سخنان دانشجو نشون میداد که جداسازی دختران و پسران در دانشگاه و ایجاد محدودیت برای دانشجویان دختر موضوعی که در سیاست‌های کلان جمهوری اسلامی ایران ریشه داره و هدف اون تحکیم پایه‌های نظام سلطه‌گر، مردسالار و ایدئولوژی محوره. مسئله‌ای که با بررسی عملکرد وزارت علوم در چند ماه بعد هم قابل اثبات شد. اما وزارت علوم در دولت ابراهیمی رئیسی هم از همون ابتدا روی کرده مشابه دولت احمدی نژاد رو اتخاذ کرد. اخراج بعضی از استادان و تفکیک جنسیتی که در دور جدید بیشتر مطرح میشه موضوعایی هستند که در دولت نهم و دهم هم سابقه داشته و در دولت سیزدهم هم قصد در ادامه اجرای سیاست‌های کلان حکومت ایران در این مسیر رو داره. معاون وزیر علوم هم با طرح اینکه تفکیک جنسیتی در دانشگاه ها با خاص خود خانواده‌ها و دخترها اجرا می شده اعلام کرده که تعدادی از خانواده‌های دانشجویان دختر یا خود دانشجوی دختر تمایل داشتن که در دانشگاه تک جنسیتی تحصیل کنند و همچنین امکاناتی برای دانشجویان دختر به وجود اومده و این رویکرد بسیار شبیه گروه طالبانه که همکنون در افغانستان روی کار هستن و کلاس مختلف رو مغایر با شهر میدونن و تفکیک جنسیتی دانشگاه ها رو در دست اجرا دارن.
و اما در سال 88 زمانی که اعلام شد از سوی وزارت علوم جمهوری اسلامی که 3,800,000 دانشجو در حال تحصیل در ایران هستن و 1,900,000 نفر اونا دختر هستن، یعنی تقریبا نیمی از اونهاست، و اینکه سهم دختران در مقطع کارشناسی ارشد در سال 88 به 43% رسیده بود و نشون میداد که از هر 3 پزشک فارغ التحصیل 2 نفر از اونها دختر هستن، به جای اینکه این قضیه باعث خوشحالی مسئولان بشه موجب ناخوشنودیشون شد. آقای نورالله حیدری هم که عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ایران بود گفت در شرایطی میتوان از تحصیل دختران به عنوان یک تهدید یاد کرد و آن زمانی است که موقعیت تحصیل برای مردان فراهم نشود. وی ادامه داد که همزمان به ادامه تحصیل زنان میلی به اشتغال در اونا ایجاد میشه و این مسئله به جایگاه خانواده آسیب میزنه. و همچنین نماینده در پایان سخنانش از دختران خواسته بود که در رشته‌های تحصیل کنن که مورد نیاز جامعه است. و اما دیگرانی مسئولان در واقع به این فکر انداخته بود مسئولانی که چاره هم پیدا کنن برای این موضوع. و خانم فاطمه عالی هم که یکی از نمایندگان مجلس بود که مخالف ورود بیشتر دختران به دانشگاه بود گفته بود که اگه نمیشه ورود دختران به دانشگاه رو کنترل کرد، بنابراین باید با قدرت در پی اسلامی کردن دانشگاه باشیم. و بعد از اون وی اجرای طرح عفاف و حجاب و نیز تفکیک جنسیتی رو از جمله راه‌های اسلامی کردن دانشگاه عنوان کرد. اما اولین مورد بعد از اعلام طرح تفکیک جنسیتی دانشگاه ها با جداسازی دانشجوها در سرویس های رفت آمد کوی دانشگاه تهران شروع شد. خب این طرح هم در دانشگاه علم و صنعت و صنعت نفت تهران هم کلید خورد و در وبسایت دانشجو نیوز گزارش داده شده که سرویس های ایابزاها به دانشگاه تهران از اول اون هفته زنانه و مردانه میشه و دانشجویان با توهین‌آمیز خوندن این تصمیم اقدام به استفاده مختلط از اتوبوس‌ها کردن که در پی اون ماموران حراست دانشگاه جلوی حرکت اتوبوس‌ها رو می‌گرفتن و ضمن تهدید دانشجویان از تجمع اعتراضی اونها هم فیلمبرداری می‌کردن. این گزارش افسوده که طرح تفکیک جنسیتی در سرویس های رفت آمد به دستور مستقیم فرهاد رهبر ریاست دانشگاه تهران انجام شده. اما آیت الله جعفر صبحانی هم که یکی از مراجع تقلید قم بوده در دیدار با جمعی از اعضای دانشگاهیان مجلس ایران عنوان کرده که مشکل فعلی دانشگاه ایران در 3 وجه متون درسی، فقدان اساتید اسلامی و تداخل جنسیت خلاصه میشه. همچنین آیت الله صبحانی مهمترین مشکل مرکز آموزش عالی کشور رو تداخل جنسیتی برشمرده و خواهان اصلاح علوم انسانی در دانشگاه ها شده. و آقای مرتضی آقا تهرانی هم که معلم اخلاق دولت احمد نژاد و عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس بوده درباره تفکیک جنسیت دانشگاه ها یادآوری کرده که منظور وزیر علوم از این طرح کشیدن دیوار میان زن و مرد نیست و تاکید کرده بر جایز نبودن اختلاط میان زن و مرد که در اسلام گفته میشه و شیوه‌های مدیریتی در محیط آموزش عالی رو باید بر اساس این ممنوعیت برگزید. اما صحبت‌های چند تن از دانشجویانی که دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی بودن به زبان خودشون با مشکلاتی که روبرو بودن رو براتون مطرح می‌کنم. که یکی از این دانشجویان میگه که با اعمال تفکیک جنسیتی اعتراض میان دانشجویان برانگیخته میشه و آغاز سال با تفکیک درهای ورودی، تفکیک سلفای زنان و مردان، تفکیک جنسیتی در بوفه‌ها و برخوردهای شدید حراست با دانشجویان زن و احضارهای کم سابقه دانشجویان زن به کمیته انضباطی منجر به بروز اعتراضات میشه و همچنین جداسازی جنسیتی گسترده در کلاس‌های درس و تک جنسیتی کردن پذیرش برخی رشته ها و افزایش سختگیری ها و دخالت در پوشش دانشجویان زن و برخورد های انضباطی با اونها، همچنین افزایش محدودیت ها در خوابگاه دانشجویان زن
از جمله سیاست‌های تبعیض آمیزی بوده که در دانشگاه علامه در اون دوره به ویژه از سال 90 به بعد آغاز میشه. اما در مورد تفکیک جنسیتی صرف دانشجویان گفته شده که اگرچه پس از تغییر رئیس دانشگاه به تدریج تفکیک جنسیتی کلاس‌های درس و تک جنسیتی بودن برخی رشته‌ها برداشته شده، اما به گفته دانشجویان دانشگاه علامه موج جدیدی از این تفکیک در سالهای بعد به وجود اومده که یکیش ورودی صرف زنان و مردان بوده و تو دانشگاه علامه در واقع گفته شده که به این گونه بوده که با ایجاد معضل‌ها و مشکلات جدید دائما مطالبات دانشجویان رو به مسائل حد اقلی میرسونه و در اون زمان تلاش میکنن دانشجوها که با جداسازی جداسازی صرف دختران و پسران مقابله کنن، این مطالبه به نتیجه نمیرسه و در نهایت اون سال حتی ورودی راه و صرف رو هم از هم جدا میکنن و در واقع الان دختران و پسران باید برای تفکیک نشدن راهروها تلاش بکنن. اما موضوع بعدی دوباره در مورد تفکیک جنسیتی سلف میگن که دانشگاه ادبیات و زبانهای خارجه و الهیات دانشگاه هم توی محل هستن و تعداد دختر و پسر ها خیلی زیادن و به همین دلیل فضای سلف دختر نسبت به جمعیتشون کوچیکه. در صرف دختران معمولا تعداد صندلی ها کمتر از دانشجوها است، ولی چون تعداد پسرها کمتره چنین مشکلی نداره. اگه صرف ها ادغام می شد اصلا چنین مشکلی پیش نمی اومد و زمانی هم که دخترها مجبور بودن که زمانی وارد بشن به صرف دانشگاه که پسرها بودن، اونها مجددن مورد در واقع برخورد اون حراست دانشگاه می شدن. همینطور هم دانشجویان باید از ساختمونشون از آسانسور استفاده میکردن که آسانسورشون معمولا خراب بوده و در واقع اون دانشجویان دختر معلول یا افرادی که دچار آسیب دیدگی بودن نمیتونستن در واقع از آسانسور استفاده کنن و این هم یه مشکلی برای اونها به وجود میآورده و از طرفی هم در صورت ورود دختران از ساعت دختر رو در واقع 3:05 حق داشتن که غذاشون رو بخورن، یعنی تا اون زمان فقط فرصتش رو داشتن که به صرف برن، یعنی بعد از اون ساعت اگر که دختر گرسنه می‌شدن اجازه نداشتن که وارد صرف بشن چون بوفه دخترا فقط تا اون ساعت بازه و بعد از اون هم نه بوفه‌شون به خانوما چیزی می‌فروشن و نمی‌تونن اونجا بشینن یا از مواد غذایی یا حالا خوراکی استفاده بکنن. در واقع دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی درباره تفکیک جنسیتی حتی بوفم گفتن که این اصلا عادلانه نیستش که ما برای خرید یه لیوان چای هم باید به طبقه بالا بریم، در حالی که قبلا میتونستیم از بوفه پسرا استفاده بکنیم و اگه ساعت 5 بگذره ما اصلا امکان خرید نداریم حتی اگر بخوایم یک لیوان چای داشته باشیم. و تفکیک جنسیتی در کلاس‌های درسی هم درسته که کمتر از سال‌های قبل شده، اما به شکل محدودی همچنان وجود داره و موج جدیدی تفکیک فضاهای عمومی در دانشگاه هم در چند سال اخیر در ورودی دانشگاه شدید شده و در کلاس‌های درس هم مثل گذشته احضار گسترده دانشجویان زن به کمیته انضباطی در کلاس‌های درس مانند گذشته است. همچنین احضار گسترده دانشجویان زن به کمیته انضباطی به بهانه بدحجابی که به گفته فعالان دانشجویی در دانشگاه گفته شده که حداقل 15 تا در مهر ماه اون سالی که آغاز شده بوده دانشگاه 15 دانشجوی زن به بهانه بدحجابی به کمیته انضباطی احضار شدند.
تشدید سختگیری‌ها و برخوردهای انضباطی با دانشجویان و افزایش دخالت در پوشش اونا هم منجر به بروز نارضایتی گسترده در میان دانشجویان این دانشگاه شده. دو مجدد یکی دیگه از دانشجویان در این باره میگه که تلاش‌های نافرجام فعالان دانشجویی در دانشگاه برای مقابله با تبعیض‌های جنسیتی در این دانشگاه هم به اعتراض به ورودی‌های و به ورودی‌های تفکیک شده اشاره کرده و در سالهای اخیر هم اعلام شده که دانشگاه علامه بارها به این موضوع اعتراض کرده، ولی تا امروز این اعتراضات هیچ نتیجه در پی نداشته و خانم آقایون از ورودی جداگانه وارد دانشگاه میشن. در توصیف برخورد حراست هم با دانشجویان گفته شده که در تفکیک درهای ورودی دانشگاه، دختران دانشجو برای ورود به دانشگاه ناگزیر به عبور از اتاق حراست خانم‌ها هستند، کاری که برای بیشتر دانشجویان بسیار دشواره و البته گاهی ناممکن. متاسفانه هیچ راه گریزی هم از این اتاق نیست. حدود 2-3 نفر همیشه در این اتاق هستن تا روز شما رو خراب کنن. کارمندان حراستی که برای نظارت پوشش خانوما در نظر گرفته شدن مسئولیت پذیرترین کارمندان دانشگاه هستن، چرا که هر روز علاوه بر چک کردن کارت دانشجویی، رنگ لاک، میزان آرایش، اندازه مانتو، قد شلوار، رنگ جوراب و بعضن رنگ بند کفش و غیره دختران دانشجو رو چک میکنن. این کارمندان در نوشتن تک تک این تذکرات هیچگاه کوتاهی نمی کنن و گاهی هم سلیقه شخصی خودشون اعمال میکنن و اگه شما تسلیم فشار حراست نشین، عواقب بعدی در انتظارتان هست و به کمیته انضباطی احضار میشن. اگه حوالی ساعت 8 صبح به دانشگاه برید، از دیدن صف طولانی حراست خانم‌ها تعجب نکنید، چون چک کردن همه موارد و تذکر دادن به اکثر دانشجویان کار زمانبریه. این کارمندان گزارش‌های طولانی و بعضن چند صفحه‌ای رو حاضر می‌کنن و برای کمیته انضباطی می‌فرستن. علاوه بر این دیده شده که در لحظه با کمیته انضباطی تماس گرفتن تا با دانشجویان خطاکار البته به زعم خودشون برخورد کنن. بر اساس اعلام دانشجویان بیش از 15 نفر به دلیل مشکل در پوشش احضار شدن و متاسفانه این روند همچنان هم ادامه داره و نامه‌ای با 1000 امضا با شروع سال تحصیلی و افزایش محدودیت‌ها در دانشگاه علامه دانشجویان این دانشگاه اقدام به نگارش نامه اعتراضی خطاب به ریاست دانشگاه و جمع‌آوری امضا از دانشجویان کردن. یکی از دانشجویان که از فعالین دانشجویان هست و برخی دیگه به رغم موافقت با محتوای نامه به دلیل ترس از عواقب احتمالی حاضر به امضای این نامه نشدن، اما پس از گذشت چند روز 1000 دانشجوی نامه را امضا کردند. در نهایت پس از پیگیری‌های دانشجویان سختگیری‌های حراست و پوشش زنان کمی کاهش و تفکیک ورودی سلف هم نیز برداشته شده که با این حال همچنان تفکیک سلف و بوفه در ورودی دانشگاه و کتابخانه مرکزی پابرجا هست. اما به یه مسئله دیگه هم من خواستم در انتها اشاره کنم، اونم که یه پژوهش رسمی هست درباره عدالت آموزشی که حق زنان رو در واقع زنان ایرانی رو دریغ کرده که در واقع بی ربط به این موضوع نیست، که محتوای آموزش و رویکرد جنسیتی در سیاست‌های آموزش تأثیرهای متفاوتی بر وضعیت زنان و شکل‌گیری روابط دو جنس می‌ذاره. محتوای آموزش می‌تونه به مهارت تخصص زنان بیفزاید و امکان توانمندسازی و قدرت بخشی اونها رو فراهم کنه و یا زنان رو در نقشای خانگی نگه داره و محدود به نقشای بازتولیدی و بدون کارآمد کنه. و همچنین رویکرد جنسیتی سیاست‌های آموزش میتونه در جهت حذف باورهای تضعیف کننده زنان و افزایش استقلال اونها برای مدیریت زندگی خود و یا افزایش وابستگی به خانواده و دولت باشه. این سیاست ها گاه با بی‌توجهی به تفاوت های دو جنس و اتخاذ استاندارد مردانه نقش های فیزیولوژیک زنان رو نادیده میگیره و به رغم تشابه سوری میتونه منجر به فشارهای نقشی چند جانبه و تضعیف بیشتر زنان بشه.
و بازخوانی سیاست ها، برنامه ریزی ها و روایت های زنان در حوزه آموزش عمومی و عالی در 40 و چند سال گذشته نشون میده که این سیاست ها چه از نظر فرم و محتوا و چه از نظر اجرا عاملی در جهت تبعیض علیه زنان بوده. یک فصلنامه به اسم پژوهشنامه زنان وابسته به پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در تازه ترین تحقیقی با عنوان تحلیل جنسیتی سیاستگذاری آموزش در ایران پس از انقلاب منتشر کرده به سراغ برخی از سیاست‌ها و رویکردها رفته و نشون داده که هر یک از این سیاست‌های مبتنی بر تفکر مردسالارانه سنتی دینی در برهه‌های تاریخی چه تأثیر منفی و جبران ناپذیر بر سرنوشت زنان می‌ذاره. اما در دهه دوم انقلاب با طرح مباحث توسعه و جهانی شدن و گذر از دوران جنگ هم فراخوان حضور بیشتر زنان در حوزه عمومی و کمک به توسعه کشور تأثیرات خودش رو بر سیاست‌های آموزش گذاشت و وضعیت تحصیل و آموزش اشتغال زنان رو تا حدودی بهبود داد، اما تو همین دوران هم مقاومتی علیه این تغییرات شکل گرفت و سیاست‌های چون بومی‌گزینی و تفکیک بیشتر فضا و مدیریت جنسیتی ورود به رشته‌های تحصیلی با وضعیت متفاوتی مواجه شد که به بروز برخی تعارضات اجتماعی سیاسی در جامعه و سطح حکمرانی انجامید. و در انتها در واقع این رو عرض می‌کنم خدمتتون که در واقع هر یک از این قالب‌ها و کلیشه‌های تبعیض‌آمیز در هر حال حاضر با شدت و حدت‌های متفاوت در بخش مختلفی از سیستم آموزش و عمومی و عالی جمهوری اسلامی به اجرا گذاشته میشه و همچنین به عنوان سدی در برابر زنان عمل میکنه. و این گفته آیت الله خامنه‌ای که رهبر جمهوری اسلامی که به عنوان یکی از حامیان سرسخت اون میشه ازش نام برد، تا جایی که پیش میره با اجرای مفاد سند BC یونسکو در ایران مخالفت میکنه و اون رو در تضاد با مبانی اسلام در حوزه آموزش زن و خانواده میدونه و در خصوص عدالت آموزش جنسیتی عزم جهانی بران گرفته است که تا عدالت مترادف با مساوات باشد و هر شخصی فارغ از جنسیتی که دارد به نحوی برابر از امکانات آموزشی برخوردار بشه و در واقع جنسیت نباید نقشی در تخصیص امور مربوط به آموزش داشته باشه، که این در سند BC یونسکو در همین زمینه از مهمترین اسناد جهانی به شمار میره. خب من سخنرانیم اینجا به پایان میرسه. ممنون از وقتی که به من دادین. اگر که سوالی باشه در خدمتتون هستم. ممنونم از شما خانم بیژندی عزیز، به موارد خیلی خوبی اشاره کردید. مرسی از شما و سخنرانی خوبتون. دوستان، در مورد صحبت‌های خانم بیژندی اگه صحبتی هست در خدمتتون هستیم، صحبت شما رو هم بشنویم. خب من فکر میکنم خب سریعتر بریم، با وجود اینکه خب جلسه ما خیلی هم زمانش طول کشید، بریم به بحث آزادمون بپردازیم در خصوص ارزش انسانی در همه جا. ببینید دوستان، یکی از مواردی که من فکر میکنم خیلی مهمه در خصوص انسان ها و حقوق انسان ها، حفظ کرامت انسانیه. چیزی که ما امروزه در جمهوری اسلامی ایران، حالا شاید در جامعه جهانی باید بگم، خیلی کم میبینیم، ولی چیزی که بدیهیه در جمهوری اسلامی ایران متاسفانه خب آمار و ارقام نشون میده، مواردی که به صراحت داره حقوق انسان‌ها رو نقض میکنه و بی احترامی میکنه به انسان‌ها، دیگه به دقیقه‌ای شده. یعنی ما میتونیم مثلا در دقیقه چند مورد از نقض حقوق بشر رو در
آمار کشور ببینیم، اما اگر بخوایم ریزتر نگاش کنیم خیلی از موارد اصلا رسانه‌ای نمیشه و اصلا دیده نمیشه و اصلا در موردش بحث هم نمیشه. اگر بخوایم به افراد اسم ببریم، افراد زیادی هستن که امروز به خصوص در جامعه 80 خورده میلیونی ما هر روز داره این اتفاق براشون میفته، ولی خب در رأس اونها افرادی هستن که در زندان‌ها الان دارن به سر میبرن و به صراحت داره حقوقشون نقض میشه و حیثیت اونها و انسانیت اونها داره لگدمال میشه. من اگر بخوام اسم بیارم سبا کرد افشاری، فقط صرفا به خاطر اعتراض به حجاب 20 خورده سال براش حکم صادر میکنن، بعد اجازه نمیدن حتی وکیلی داشته باشه یا اجازه نمیدن از حق خودش دفاع کنه، یا اینکه آقای کریمی هم اشاره کرد به پدرش توهین میشه در دادگاه و پدرش رو میزنن. این خیلی مواردی که به نظرم باید بهش پرداخت. یا اگر بخوایم نگاه کنیم به وضعیت دانشجویان، ما الان یک آماری اومد بیرون در همین سال جاری که بعداً از طرف سخنگوی حالا هیئت علمی نخبگان تکذیب شد، ولی یه واقعیت انکارناپذیره. اینکه از 86 نخبه المپیادی کشور 82 نفرشون از ایران خارج شدن و اینها همینطور که یکی از دانشجویان در جلوی رهبر جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد، گفت اینها فرار میکنن نه اینکه مهاجرت میکنن، اینها فقط میرن که در ایران نباشن، به صرف اینکه خب حیثیتشون، شخصیتشون و انسانیتشون داره لگدمال میشه و زیر سوال میره و کرامت انسانی دیگه در حق این افراد رعایت نمیشه. از این 86 نفر دو نفرش هم الان علی یونسی و امیرحسین مرادی که در زندان هستن، یعنی فقط دو نفرشون اونم معلوم نیست کجا هستن، حالا چه اتفاقی براشون افتاده. این وضعیت نخبه های المپیادی کشور ماست و هر روزه هم دارن بهشون فشار میارن در زندان که اعتراف اجباری داشته باشن که ما داریم با حالا با گروه های مجاهدین داریم فعالیت میکنیم و میبینید که به محض این هم که این اتفاق براشون با تهدیدهایی که اینا میشن، این اتفاقات هم که براشون میفته سریعا حکم اعدامشون صادر میکنن و ابایی هم از کشتن ندارن و این کار انجام میدن. اما نکته ای که حائز اهمیت این که تمامی این افرادی که الان در حال حاضر در زندان هستن از تمامی حقوق خودشون که در رأس اونها حقوق حق داشتن یه وکیل محرومن، شکنجه میشن. الان ما در چند روز پیش، من دو روز پیش بود یه خبر خوندم، یکی از خبرنگارانی که در ایران زندانی شده بود، خبرنگارانی که آمریکایی بود و در ایران زندانی شده بود به عنوان جاسوس گرفته بودنش و تحت شکنجه قرار گرفته، الان تقاضای 1 میلیارد دلار غرامت کرده از جمهوری اسلامی و شکایت کرده و خب خیلی هم واضحه که این غرامت رو حالا نه به این اعداد و ارقام، ولی طبیعیه که وقتی در دادگاه این حکم رو صادر میکنن از پولهایی که بلوکی شده از مربوط به ایران اینها رو بر میدارن و پرداخت میکنن. یا نمونه دیگه اگه بخوایم اشاره کنیم به خانم نازنین زاغری که بعد از 6 سال با گروکشی اومد و یه پول هنگفتی هم از پول بلوکی شده ای که در حالا در ایران بود از زمان قبل از انقلاب و حالا پرداخت نمیشد، اون پول رو گرفتن، مبلغ هنگفتی هم فکر کنم 500 میلیون پوند بود. اینها همه یک جور لگدمال کردن ارزش انسانیه، لگدمال کردن کرامت انسانیه که ما به وضوح در جمهوری اسلامی ایران
داریم شاهدیم و داریم میبینیم. ممنونم از شما. 530 میلیون پوند، مرسی که راهنمایی کرد آقای مهدی. من میخواستم بحث رو به این سمت ببرم و اینکه بیایم در مورد این موضوعات صحبت کنیم و دوستان توضیح بدن ارزش انسانی از دیدگاه خودشون بیان توضیح بدن و اصلا بیان مقایسه کنن دیدگاهی که دارن نسبت به ارزش انسانی، مقایسه کنیم با این وضعیت کنونی که در جمهوری اسلامی ایران الان در حال حاضر حاکم هست. من دست خانم بیرجندی رو بالا میبینم، اگر که بکنم سپاسگزارم. من به آقای پرویزی، شما فرمودین، من برای همین ارزش انسانی میخواستم به این نکته اشاره کنم که دیگه همه میدونیم و میشناسیم خانم مریم میرزاخانی. ببینید قضیه این که برای جان انسان ها ارزش حتی قائل نمیشن، ما بارها توی تاریخ به قول معروف از توی این 40 ساله 40 چند ساله داریم که بارها شده دانشجوهامون، نخبه هامون، حالا یا در سفر هوایی یا در سفر زمینی تو اتوبوس ها اتفاقایی براش روش اومده، کشته شدن. و حتی هم خانم میرزاخانی هم اگر که یادتون باشه توی تصادف جان سالم به در برد و شاید اصلا خود این مسئله باعث شد که پدرشون کمک کردن و کارشون انجام دادن و ایشون فرستادن رفتن از ایران. اما اینکه چطور اون انسان در کشور دیگه‌ای خوش درخشید و نامش ثبت شد در دنیا، خب این میتونست این افتخار تو کشور خود ما باشه و این نشون میده که واقعا جمهوری اسلامی هیچ ارزشی واسه در واقع انسان‌های نخبه ما با ارزش ما هیچ ارزش قائل نمیشه و جونشون اصلا براشون اهمیتی نداره. و این قضیه گروگانگیری هم که فرمودین شما، الان هم میبینید که چقدر اصرار دارن به این که کسی که خارج از کشور هستن برگردن. خب وقتی میبینن هدف جمهوری اسلامی کلن از گفتن برگردین اینه که بیان و اونا رو زندانی کنن و به این بهانه بتونن پولای بلوکه شده شون رو یا به هر حال خواسته هاشون رو برآورده کنن، اینجا باز نشون میده که هیچ ارزشی برای اون انسان ها قائل نیستن. اونا فقط دنبال منافع خودشون هستن و میخوان در واقع به اون چیزی خواسته که خودشون دارن، مطالبه که دارن اصلا از کشور دیگه برسن. ممنون که مایک رو به من دادید. ممنونم از شما خانم بیرجندی، به صحبت خوب اشاره کردید. و این نکته هم بگم، خانم زاغری از دست افرادی بود که به دعوت خود هیئت علمی فکرم یک دانشگاه به ایران اومده بود و در قم قرار بود سخنرانی کنه در یک چیز که اونجا دعوتش کرده بودن و بعد ممنوع خروج کردن و در فرودگاه دستگیرش کردن. اینو فراموش نکنیم، یعنی خودشون دعوت کردن و وارد ایران شد و بعد از 6 سال با گرفتن پول هنگفتی تازه اون رو آزاد کردن و کلی هم حالا افتخار میکنن. البته خب خیلی هم سخنگوی دولت هم گفتن همچی چیزی نبوده، ولی خب واقعیت امر اینه که این پول رو گرفتن. آقای احمدی خواه، دست شما بالاست، اگر که صحبت دارید میشنویم شما. درود و وقت بخیر بر همگی. در ابتدا لازمه که سال نو جدید و سال نو 1401 رو تبریک بگم به همه دوستان. در راستای حرفتون، به نظر خودم خب یه سندی مثل سند 23 میتونه ملاک خوبی باشه برای کرامت انسان، چون که همه ابعاد سنجیده. ولی خب متاسفانه تا تمام دنیا این کم و زیاد داره، یه تلورانسی، یه جا میشه کره شمالی خب 100% بدتر از ایرانه که خیلی نابوده، یا یه جا میشه مثلا خود اروپا که الان داریم میبینیم تو قضیه اوکراین یه سری مشکلات پیش اومده که مثلا میبینی که تبعیضی قائل شده بین پناهنده ها، حتی که خب حق حیاته بازه همه است. یا میبینیم تو قضیه اعدام که اخیرا عربستان که 81 نفر وزیر بهداشت انگلیس اومد گفت آقا به خاطر منافع ملیمون و اینکه عربستان یکی بزرگترین تولید کننده نفت ما باید باش تعامل کنیم. ولی خب اینا حداقل میان بازه یه چیزای خیلی مهم، یعنی امنیت ملیشون این کار. کرامت انسانی بیشتر تو ایران بر مبنای تفکرات اسلامی بر مبنای منافع خیلی شخصی که خیلی اون سمتره قضیه است که خیلی شدیده عدم رعایتش. خب اینم بیشتر نشأت میگیره و پرورش فکری که داشتن. خب چیزی به نام کرامت انسانی مهم نیست بازشون. نگاه کنید در صدر اسلام
یا اجرای قوانین اسلامی اصلا تعارفی ندارن، سلاخ، شکنجه، اعدام، حتی سنگسار توشون خیلی قانونه، اصلا چیزی نیستش که حالا تو موردی مثل مثلا قضیه اوکراین میان بگن آقا این دفعه رو نبین، خیلی رادی رایجه، در هر حالی هم اجرا میشه، حالا به خاطر فشارهای بیرونی یه مقدار سعی میکنن علنی نشه. خب این قضیه که عدم رعایتش به نظر من 4-5 بخش داره. یکی بخشش اینه که اونایی که داخل زندانن خب مقاومتشون شکستش، شما ای رفتی اونجا انقدر به توهین و تأخیرت بکنن، ای اومدی بیرون از روانی سالم نباشی، یعنی شما دیگه جون نداشتی که ادامه بدی، یه جورایی نادم باشی، نه که حالا نادمت 100%، ولی یه انگیزت خیلی بیاد کن. یه قسمتش برمیگرده به خود جامعه، یه کاری میکنن که همینجوری که خانم بیژنی داشتن سخنرانی میکردن، دانشجو بده که مسائل مهم رو پیگیری کنن، خورده مسائل آقا حجاب مگه چقدر آزادی، چند درصد آزادی مهمه، طرف با پوشش هر جوری دوست داره انتخاب کنه، ولی اینقدر مهم نیستش که ببینی کشورش داره نابود میشه. مثلا شما میان اینجا قرارداد با چی میبندی، بعد میای صدام در 4 تا حراست میذاری به من دانشجویی، به جای که من برم به چین اعتراض کنم برم بگم آقا چرا سلفمو جدا کرد، یعنی شما سطح توقع تو خیلی بیارم پایین. برای اینکه اصلا بازه اینا هم مهم نیست، چون که اگه بازه اینا این چیزها مهم بود قاعدتا بچهای خودشون نمیذارن بیان اروپا آمریکا و برخلاف حرفاشون و عقایدشون بچه‌هاشون پوشش داشته باشن رفتار. یه قسمت دیگه ایش هم که به نظر من میاد اینه که موضوع پروری کنه، شما وقتی کرامت انسانی رعایت نشه کم کم پست میشی، ناخودآگاه پست میشی، ناخودآگاه استاندارد زندگی میاد پایین، قاعدتا ابزار بهتری هست تا آدمی که عزت نفس داره، از آدمی که غرور داره، از آدمی که انسانیت میشه. خب بخشای خیلی زیادی داره، من 3-4 بخشو گفتم، وقتم کمه، مزاحم بقیه وقت دوستان نمیشم، ان شاءالله سال خیلی خوبی داشته باشید. ممنونم آقای احمدی پای عزیز، به موارد خیلی خوب اشاره کردید، ممنونم از شما. آقای جعفری هم دستشون بالاست، آقای جعفری صحبت شما رو بشنویم. با عرض سلام مجدد و عرض تبریک به مناسبت آزادی خانم ساغری و آشوری، خدمتتون عرض کنم که این بحث به هر حال اینقدر اهمیت داره که چند تا از مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر مستقیما به صورت غیر مستقیم بهش اشاره میکنه. اصل هشتم، ماده هشتم، رعایت حقوق انسانی برای همه، اصل یکم، تمام انسان ها آزاد آفریده شدن، اصل هفتم، همه در برابر قانون همه در برابر قانون مساوی هم، و مواد دیگه که حالا هیچ تمایلی نباید باشه، هیچ تنظیری نباید باشه، اینا همش به صورت مستقیم و غیر مستقیم به این قضیه اشاره میکنه. بحثی که مثلا خانم بیرزن میکردن، خب همین خودش یه نمونه خیلی جالب میتونه باشه، اینکه این تفکیک جنسیتی، خب اولین چیزش همینه که کرامت انسانی را از بین میبره و تو هر جامعه معمولا پشت پویا و با تفکرش پشت دانشجو شد، وقتی که میان دانشجو رو محدود میکنن به این که مثلا میزشون باید از همدیگه جدا باشه، نمیدونم سلفشون از همدیگه جدا باشه و این چیزها، که حالا ما خودمون دانشجو بودیم مثلا یه چیزایی مثلا به عنوان مسخره به حساب میاد، یعنی شأن دانشجو خیلی بالاتر از اینی که توهینه بهش، یعنی این که تو مثلا یه آدمی هستی که نمیفهمیم، ما میفهمیم که به هر حال شرایط و وضعیت برای تو چطور باید باشه. چند سال پیش یه فامیل داشتیم که بنده خدا زمانی که دکترا گرفت اسمهای حامد حیدری، اگر که سرچ بکنیم تو اصطلاح یوگل میاد اسمش، فکر کنم 4-5 سال قبل به عنوان جوانترین محقق جهان شناخته شد، در صورتی که تو کشور ایران که بود وقتی که دکتراش رو گرفت حتی دنبال این بود که تو مدارس، تو دانشگاه، تو دانشگاه آزاد یه جایی به هر حال یه کار بهش بدن که بتونن
همون روز احساس زندگی شخصیش هم بگذرونه. ولی متاسفانه اینجوری نشد و خب خوشبختانه رفت و وارد کشور الان دانشگاه ایتالیا، دانشگاه ایتالیا، دانشگاه های کره جنوبی، دانشگاه های چین داره تدریس میکنه. مرسی آقای جعفری عزیز. البته فراموش هم نکنیم در جمهوری اسلامی ایران ارزش انسانی در مواقع مختلف تعریف‌های مختلف هم داره، یعنی اینجوری نیست، داریم می‌بینیم که بزرگترین ناقضان حقوق بشر ادعای پروفسوری حقوق بشر رو می‌کنه که داره در دانشگاه تدریس می‌کنه. این رو فراموش نکنیم. آقای کریمی عزیز دست شما بالاست، مایک در اختیار شماست. عرض ادب و احترام دارم خدمت همه عزیزان، خسته نباشید، خیلی ممنون از برنامه قشنگتون، خیلی استفاده کردیم. خواستم منم به چند نکته اشاره کنم و بهتون عرض کنم که اولا که کرامت انسانی در ایران اصلا وجود نداره، یعنی کرامت انسانی رو تنها چیزی که شهید شد به نظر من کرامت انسانی بود. دامنه بحران‌های موجود تو ایران بیش از هر زمان دیگه‌ای گستردگی زیادی پیدا کرده. از تداوم وضعیت نگران کننده شیوع کرونا در بیشتر مناطق کشور تا بحران بی‌آبی و بی‌برقی که در تابستان گذشته ما داشتیم و فشارهای اقتصادی و گرانی اقلام و اجناس و مواد غذایی و بیکاری جوانان، همه و همه موجب شده که در تمام استانها بالاخص تهران شاهد تجمعاتی به صورت اعتراضی باشیم. تمام این مشکلات مصداق بارز نادیده گرفتن کرامت انسانی مردم ایران که از توی قدرت حاکم بر ایران هستش. از طرفی ناکارآمدی حاکمیت در مقابل با کرونا، چه در تامین واکسن، چه در به قول معروف پیشبرد طرح واکسینه کردن کشورمون و مردممون، اگه خاطرتون باشه مردم ما رو مجبور به سفرهایی که به کشورهایی میکردن، کشورهای همسایه‌مون از جمله ارمنستان، فقط صرف زدن واکسن. جوری شده بود که بعضی از هموطنمون به خاطر اینکه این هتل‌ها پر شده بودن مجبور به خوابیدن توی چادر و توی خیابونا بودن. این هم به زعم بسیاری به قول معروف پرده دیگری از نابودی کرامت انسانی ایرانیان زیر سایه ناکارآمدی حاکمیت در اداره کشور هستش. در صورتی که کرامت و ارزش واقعی انسان در مقام بیان، فقط در مقام بیان در بند ششم از اصل دوم قانون اساسی توی خود کشورمون تأکید شده و حکومت متعهد به تضمین اون هستش که متاسفانه ما چیزی تنها چیزی که نمیبینیم همین تضمینه. علاوه بر اون کرامت انسانی به عنوان یک اصل حیاتی توی به قول معروف جوامع بین المللی و حقوق بشر و اعلامیه حقوق بشر هم ما به قول معروف شاهدش هستیم. کرامت انسانی علاوه بر ماده اول اعلامیه جهانی حقوق بشر از زعم اهمیت داشتن زیاد در سایر اسناد حقوق بشر نظیر میثاق بین المللی و حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی هم تاکید زیادی داشته. همونطور که سخنرانان قبلیتون بهش اشاره داشتن، در کل میشه گفت گسترش مهار نشدنی فقر در ایران و پیامدهای اون همچون حاشیه نشینی و بالا رفتن روزافزون آمار اعتیاد و
آمار طلاق، بیکاری، ناکارآمدی حاکمیت در حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست و نابودی سرمایه‌های کشورمون سالهای ساله که گریبان جامعه‌مون رو گرفته و تحمل وضع موجود برای جمع کثیری از هموطنانمون واقعا دشوار کرد. تازه این اندک گوشه مواردی هستش که بهش اشاره کردن، سایه ناکارآمدی حاکمانی هستش که جان و آبروی مردم برایشون هیچ ارزشی نداره. همین، خیلی ممنون. منم پیشاپیش سال اینو رو خدمت همه عزیزان تبریک میگم، امیدوارم که سالی پر از خیر و سلامتی و برکت برای مردم کشورمون و همه عزیزان و همه ایرانیان عزیز خارج از کشور باشه. مرسی از اینکه ممنونم از شما و از صحبت خوبتون، به نکات خیلی خوبی اشاره کردید. یک نکته من میخواستم بهش اشاره کنم، اگر بخوایم بدیهی ترین پایمال کردن ارزش انسانی رو در جمهوری اسلامی ایران بهش بپردازیم، یعنی یه فکر میکنم این سردر تابلو سردر جمهوری اسلامی رو بحث ولایت فقیه، اگر به عمق این ولایت فقیه مطلقی که الان دارن بهش استناد میکنن و خود رهبر به عنوان این شخص داره در کشور و حالا ادعای کشورهای اسلامی رو داره، اگر بخوایم به عمق این مسئله بریم و ریشه یابیش کنیم، مثلا ولایت فقیه یعنی این که 80 میلیون انسان یا 80 خورده میلیون انسان توانایی فکر کردن و توانایی تصمیم گیری برای خودش و کشور خودش و جامعه خودش نداره و نیازه که حتما یک ولایت فقیه، یک بالا سر داشته باشه و برای تمام امور این افراد بخواد تصمیم بگیره، تصمیمی که خب داریم میبینیم سالیان افراد زیادی بابت همین تصمیمات کشته میشن. آقای کریمی عزیز اشاره کردن به بحث شیوع کرونا، یکی از عواملی که ما بسیاری از افراد در ایران بر اثر کرونا کشته شدن و یا چیزی بود، همین بحثی بود که اصلا علنی نمیکردن و اصلا تمام رسانه های ایران و مسئولان ایران میگفتن اصلا کرونا در ایران وجود نداره، اصلا منکرش میشدن، در صورتی که از قبل از راه به مایه 22 بهمن همشون اطلاع داشتن که این اتفاق در کشور افتاده و عده زیادی مبتلا شدن. همین تصمیم گیری برای طرح واکسینه شدنی که رهبر اعلام کرد که اجازه ندارن واکسن های انگلیسی یا آمریکایی وارد ایران بشه، عده زیادی رو خب از بین برد بابت یه تصمیمی که یک فرد معلوم الحال به عنوان با یک برچسب ولایت فقیه داره برای میلیون ها انسان داره اظهار نظر میکنه. فراموش نکنیم ما اگر در طرح واکسینه شدن واکسیناسیون کشور، اگر کشورهای دیگه کمک نمی کردن و واکسن به ایران اهدا نمی کردن، ما همچنان داشتیم کشته می دادیم. یعنی این نبود که فکر کنید دولت داشت برنامه ریزی می کرد، نه، اغلبش حتی قراردادی که با روسیه بسته بودن برای واکسن بهش عمل نکرد، یعنی شاید یک دهمش هم اجرا نکرد. در عوض ما دیدیم که کشوری مثل ژاپن چندین بار واکسن اهدا کرد به ایران، کشورهای دیگه هم به همین صورت. ولی منظورم اینه که این تصمیمات و این تصمیماتی که اصلا ارزش انسانی درش گرفته نشه، لحاظ نمیشه، دقیقاً لحاظ نمیشه، اصلا مهم نیست، یعنی اصلا براشون هیچ اهمیتی نداره اگر شخصی بمیره یا شخصی نمیره. ما داریم میبینیم وزیر بهداشت سابق میاد در رسانه اعلام میکنه، میگه ما برای بیمارانی که قراره حالا در آینده فوت بشن هزینه نمیکنیم بریم براشون دارو بگیریم. این یعنی چی؟ یعنی اصلا جان انسان و کرامت انسانی برای اونها هیچ ارزشی نداره، اصلا هیچ تعریفی نشده.
و اینها مواردیه که واقعا من فکر میکنم خیلی جای بحث داره و قطعا در این جلسه شاید و جلسات در نگنجه در اون از لحاظ زمانی واقعا خیلی مهمه که بشه در این موارد صحبت کرد. آقای کریمی شما دستتون همچنان بالاست، صحبتی دارید؟ بفرمایید. چرا پرویزی، همینطور که به زیبایی اشاره کردید، اولا که کرامت انسانی از سال 60 توی ایران زیر پا گذاشته شد با اعدامایی که انجام شد، بعدش شروع شد به جنگ تحمیلی که عراق با ما داشت. همونطور که همه عزیزان شاید بدونن، چه به قول معروف شبه حمله هایی که لو می رفت ولی آقایون زیر بار نمی رفتن که آقا به قول معروف حمله لو رفته و قرار کنسل کنی، ولی قبول نمی کردن و همینطور جوانامونو به کشتن می دادن. این از داخل جنگمون میایم. بعدش همین الان شما الان نگاه کنی به قول معروف برخورد این سطح معبرهای شهرداری با اینایی که بنده خدایی که شب عید بساطی پهن میکنن برای اینکه مثلا یه نون حلالی بخوام ببرن سر سفرهشون چجوریه، اینا همه کرامت انسانی رو زیر پا میذاره و به قول معروف همه اینا باز بر میگرده به همونی که شما فرمودید، اصل ولایت فقیه، که مردم ما متاسفانه توی قانون اساسیمون ذکر شده و باید بهش عمل کنیم. خیلی ممنون. ممنونم از شما آقای کریمی عزیز. خانم بیژندی هم دستشون بالاست. خانم بیژندی بفرمایید، در خدمتتون هستم. ممنونم آقای پرویزی، میدونم شما الان خیلی دیر وقتتون هست، خسته هستید. من خیلی کوتاه فقط میگم تو همین چند وقت اخیر یکی از نشونه ها باز دوباره که ایران باز ثابت کرد تو این قضیه که واقعا انسان ها ارزشی ندارن واسه شون، یکی در مورد جنگ اوکراین بود که به تازگی که دیدیم اولین کسی که تبریک گفت آقای رئیسی بود، یعنی یه جنگی که قرار میلیون ها انسان کشته بشن و اتفاقهای ناگواری بعدش بیفته، اولین نفر از جمهور کشور اومد تبریک و حمایت کرد ایران و اومدن حتی با هنرمندای سلیبریتی هایی که اومدن که تمام دنیا در واقع این رو محکوم کرد و اونا هم اومدن در موردش نوشتن و محکوم کردن با واکنش بد نشون داد. اما موضوع دیگه که میخواستم بهش اشاره کنم قضیه طرح طلاب به جای معلم ها. الان چند وقتی که میبینیم معلم های ما معترض شدن به حقوق و دستمزدشون و اون در واقع همون کرامت انسانی که براشون قائل نمیشن، به جای اینکه بیان رسیدگی کنن مطالباتشون رو، و چون قشر معلم و فرهنگی ما این قشریه که فرزندان ما آینده کشور رو تربیت میکنن، در واقع اومدن یک سری طلاب رو مشخص کردن، یعنی اصلا بعد از این هم همین خواهد بود که یعنی در واقع اگه اعتراض داری از کار بیکارش میکنن و یکی از طلبه ها رو میارن میذارن در مدارس که درس بدن. به این صورت میان در واقع ارزش اون انسان و ارزش اون معلم های ما رو هم همچنان اینجوری بگم، اگر بگم لگد مال میکنن بهتره فکر میکنن. ممنون که مایک رو ببندید. مرسی خانم بیژندی عزیز از صحبت خوب شما. دوستان اگر که هر کدوم از شما نقطه نظری دارید در خصوص ارزش انسانی و آیا تمایل دارید که دیدگاه خودتون رو به اشتراک بذارید، من ممنون میشم که اعلام کنید، دست بالا کنید و من مایک رو در اختیار قرار بدم. آقای کریمی دست شما همچنان بالاست اگر صحبت دارید. بسیار عالی. دوستان من فکر میکنم که خب جلسه‌مونم به درازا کشید و الان بیش از 3 ساعته که در خدمتتون هستیم. اگر که صحبتی ندارید با اجازه ما جلسه رو به اتمام برسونیم. ظاهراً کسی صحبتی نداره. من قبل از هر چیز میخواستم که تشکر ویژه کنم از تمامی عزیزانی که در جلسه حضور داشتن و همچنین از دوستانی که با ما همکاری کردن، از سخنرانها، همچنین از ادمین ها و دوستانی که در ضبط صدا و
منشی جلسه و موارد دیگه که به ما همکاری داشتن. اگر بخوام اسم ببرم خب زیاده، ولی خیلی سریع اسم میارم. خانم بیرژندی عزیز که به عنوان منشی جلسه، ضبط صدا و تدوین آقای احسان احمدی فا و آقای مصطفی منیری، ادمین ها آقای داوود واحدی پور، خانم هستی عبدالله عصر و آقای مجید قادر نژاد. من صمیمانه از همه شما تشکر میکنم و خسته نباشید میگم بهتون. پیشاپیش سال نو شمسی رو، سال 1401 و آغاز قرن جدید رو به همه دوستان تبریک میگم. و اینکه یه نکته هم اشاره کنم، ما برای اینکه دور هم باشیم، در کنار هم باشیم در سال لحظه سال تحویل، برنامه شاد تدارک دیدیم که در همین اتاق در خدمتون هستیم. در روز لحظه سال تحویل از 2 ساعت و نیم قبل از سال تحویل برنامه شروع میشه و بعد از سال تحویل در کنار هم هستیم و با برنامه شاد و خیلی جذاب که فکر میکنم خیلی بچه ها برای زحمت کشیدن. مرسی، ممنونم از همه شما، خسته نباشید میگم. روز و روزگار بر شما خوب.